سلام گرم و صمیمانه به شما بینندگان گرامی، با این امید که خوب و سرحال هستید. امیدوارم از کار روزانتون خسته نباشید. امیدوارم اگر هم خسته هستید با شرکت در بحث امشب، در برنامه امشب، هم خودتون سرحال بیایید، هم دیگران رو سرحال بیارید و مشوقی باشید برای اینکه تعداد هرچه بیشتری از بینندگان تلویزیون در برنامه دخیل باشن، شرکت بکنن و صحبت‌های خوبشون رو نه از ما و نه از دیگران دریغ نکنن. موضوع برنامه امشب همینطور که در پایین صفحه می‌بینید مسئله تنفروشان هست، تنفروشان شریف و حکومت فاسد. معمولاً کلمه شریف در رابطه با تنفروشا و کسانی که از طریق فروختن تنشون، از طریق فروختن سکس امرار معاش میکنن و یا کلن شغل و درآمدشون از این طریق هست به کار برده نمیشه، به خاطر اینکه اون جامعه، جامعه‌ای مثل ایران، جامعه‌ای به شدت دورو هست. از یک طرف خودش فحشا رو رسمیت میده از طریق صیغه و به خاطر فقر، به خاطر باندهایی که دستن در کار این مسئله هستن، این کار رونق داره و از طرف دیگه اخلاقیات جامعه رو یک جوری تبلیغ و ترویج میکنند که علیه این پدیده وایسته، بدون اینکه راه حلی براش داشته باشن. امشب در رابطه با پدیده فحشا میخوایم صحبت بکنیم، در رابطه با مسئله تنفروشی حرف میزنیم، مسئله‌ای که فکر میکنم یکی از صدها معضلاتی هست که مردم در جامعه باهاش روبرو هستند. تعداد زیادی از زنان و دختران جوانی که به خاطر امرار معاش و به خاطر هر موضوعی که امشب بهش حتما خواهیم پرداخت، که فقط توی فقر نمیتونیم مسئله تنفروشی رو خلاصه بکنیم، حتما به این خواهیم پرداخت. به هر حال یکی از مسائلی که زنان و دختران جوان و الان و گاهن پسران جوان هم بهش مبتلا هستن و یک مسئله متنابه جامعه هست که امروز میخواییم بهش بپردازیم. بسیار خوشحال خواهم شد اگر در برنامه حضور داشته باشید، صحبت بکنید و نظرتون رو با ما هم در میان بذارید. در رابطه با این مسئله صحبت میکنیم، فکر میکنم شاید لازم داشته باشید یک لیوان چای برای خودتون بریزید، وردارید بیارید. منم اینجا چایمو دارم، با اجازه شما چایمو میخورم گاهن قلب قلب، و شما هم خوبه که یه لیوان چای همراه داشته باشید، خستگیتون رو درک کنید و همراه بشید با برنامه امشب. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم و قبل از اینکه شروع کنیم بپردازیم به نکاتی که من یادداشت کردم و حتما میخوام بهشون بپردازم، از شما دعوت میکنم به یک قطعه فیلم توجه بکنید در رابطه با مسئله تنفروشی هست توی ایران. این روزها به خاطر اینکه به هر حال اینترنت یک جورایی همگانی در اختیار مردم هست، ساختن فیلم‌های کوتاه، تهیه کردن مستندهای کوتاه یکی از روش‌هایی هست برای اوریان‌تر نشون دادن وقایع و اتفاقات و حقایقی که در جامعه اتفاق می‌افته. این بخش از فیلم رو تحت عنوان، اگه اشتباه نکنم، تنفروشانی که حقیقت را میگویند، یک بخشش رو با هم نگاه میکنیم، برمیگردیم به برنامه. فقر باعث میشه آدم دست به همه کار بزنه، اینجوری بهتون بگم. شاید به خودفروشی هم بشه، اینجوری بهتون بگم. تخمه هم غذای عیونا داره میشه. خب حالا من روزی 65 تا دوتا تخم مرغم به این بچه‌م بدم از کجا بیارم؟ یعنی هر روزم که باز نمیشه تخم مرغ داد که. مجبورم وقتی میبینم که همه چی، تمام مسئولیت زندگی رو دوشمه و ندارم الان باید اجاره خونه بدم، بابا برق بدم، هزینه مدرسه بچه‌مو بدم، رخت و لباسشو بدم، حالا بالاخره بچه نیاز به تفریح هم داره. وقتی همه اینا به هم فشار بیاره، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، یک سال تحمل کنم، بعد از یک سال با اولین کسی که جلوی پام بوق بزنه یه پیشنهاد خوب به من بده حساس میشه. از دختر 10 ساله تو این کار کاسبه تا زن 50 ساله، متأهل و مجرد نداره، فرقی نمی کنه. نیازه؟ نیازه، فرق داره.
آدم شاید از خواستای خودش بتونه بگذره. من شاید بگم که حالا با این مانتو 5 سال دیگه سر میکنم، ولی در مورد بچه‌م نمیتونم اینجور باشم. در مورد بچه‌م مجبورم خواستاشو برآورده کنم. تحصیل داره، رخت و لباسش هست، بازیش هست، تفریش هست، سرگرمیش هست، کلاسای آموزشیش هست. و وقتی ببینم که در توانم نیست بکنم، مجبورم برم همخوابگی کنم. هستن کسایی که متأهلن، شوهر دارن، بچه دارن. حالا شوهر یا درآمدش پایینه، یا واسه شوهر من بی‌مسئولیته، نمیتونن عنوان معاش بکنن، مجبورم برم خودفروشی کنم. من دارم دوستای خودم، شوهر دارم، بچه دارم، ولی رفیق دارم. به خاطر فرق برای که بچه‌ش خوب که من میشناختم، میگفت من هر وقت کار کنم، یعنی این کارو میکنم تا اندازه که احتیاج دارم، یعنی به اندازه اجاره خونم، اندازه خرج بچه‌هام، تا این حد کار میکنم، دیگه بیشتر از اون کار نمیکنم. احساس میکنم که اگه بیشتر از این کار کنم گناه داره. خانمی متأهل بود، خدا گواهه. بعدن که با من یه مقدار صمیمی شد، دیدش که میتونه من اعتماد کنه، حرفشو بزنه، میگه من یه بچه ناقص دارم. هزینه درمان بچه خیلی سنگینه. شوهر منم نمیگم آدمی نیست که تلاش نمیکنه، میکنه، ولی باز نمیتونه، در توانش نیدم تا پسر بخورش. مجبورم برای اینکه غرور و مردم شکسته نشه بگم که من میرم اونجا جنس میارم، پول قرض کردم میرم اونجا جنس میارم، میام تهران میفروشم استفاده کنم، پول قرضم بدم. ولی میگفت میام اینجا یه اتاق خیلی کوچیک گرفتم با بچه‌ام. بعد دیگه کار کردم دیگه. البته پشیمونم که این راهو رفتم، چون دیگه غرق شدم تو این راه، ولی بازم احساس میکنم راهی که باید میرفتم دیگه و رفتم این راه. البته هنوز به آخرش نرسیدم. بله بینندگان گرامی، بخش‌هایی از یک مستند رو دیدیم. حتما بخش کوتاهی از واقعیت‌هایی که توی جامعه هست. چه بسا خود شما با موارد زیادی برخورد کرده باشین، چه بسا زیاد دیده باشید، دیده باشید که در اطرافتون مردم با همین معضلاتی که اینجا ازش صحبت شد، فقر، شیر بچه نداره، اجاره خونه نداره، جوونه. در ادامه این فیلم، نمیدونم البته این بخشاش نشون داده شد یا نه، گفته میشه که اگر زنانی که طلاق میگیرن، اگر جایی داشته باشن، پناهی داشته باشن، ارگانی باشه که ازشون حمایت بکنه که نیفتن توی خیابون، اقتصادشون تأمین باشه، قطعا این پدیده به شدت پایین میاد. حالا میگم به شدت پایین میاد، نمیگم تموم میشه، به خاطر اینکه فحشا یا تنفروشی یا خرید و فروش سکس یکی از صنعت‌های بسیار پولدار تو دنیاست. یه عده‌ای میان از طریق راه انداختن این مراکز پولدار میشن. و فقط با فقر، اینکه مردم فقیرن و تن به این کار میدن، نمیشه اینو توضیح داد. بسیار گسترده تره. بسیار بسیار این پدیده گسترده تره. خب از همین الان شما میتونید در برنامه دخیل بشید، صحبت بکنید، حرف بزنید. اگر خودتون تجربیاتی دارید میتونید مهمون برنامه‌مون باشین. همینطور که ما رو راه میدین به خونتون با کلیک یک دگمه و کانال ما رو میگیرید و میایید مهمون، اجازه میدید که ما بیایم توی خونه هاتون، شما هم با برداشتن یک تلفن زنگ بزنید به ما و مهمون برنامه ما باشید. بگید از تجربیاتتون، بگید از نظرتون، بگید ببینیم که از نظر شما فحشا چی هست، چه جوری میشه باهاش مقابله کرد. به هر حال من داشتم اینو توضیح میدادم که چون فروش سکس یه راهی هست برای پولدار شدن یه عده‌ای، بنابراین یک باندهایی، یک جریاناتی سازمان یافته میان و این صنعت رو رشد میدن و شروع میکنن به کار کردن و از قبل اون پولدار شدن. مسئله این نیست فقط زنی یا مردی میره توی خیابون وای میسه و برای خودش مشتری کسب میکنه. مسئله این هستش که سازمان یافته است، یعنی یک عده ای آدم هستن که خونه هایی رو راه میندازن، حالا چه به صورت رسمی که الان صیغه محل مراکز صیغه
این به اصطلاح رسمیت یافتش هست. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. دوست عزیز شما روی خطین، میتونین بفرمایید صحبت کنید. صدای تلویزیونتون رو لطفاً ببندید و صحبت کنید. من صبر کردم تا صدای تلفنتون رو بشنوید، صدای سلام علیک منم بشنوید، بلکه صحبت بکنید. بفرمایید. نه متاسفانه دوستمون مثل اینکه تردید داشتن برای اینکه بتونن حرف بزنن. به هر حال اگر صحبتی دارید میتونید بازم زنگ بزنید و در برنامه شرکت بکنید. به هر حال باندهایی هستند که خرید و فروش سکس میکنن. توی تهران کارشناسا میگن به اصطلاح کارشناس آسیب شناسی های اجتماعی میگن که مرکز آمار فحشا در سطح شهر تهران میگه که 8000 باند توی تهران این مسئله رو سازمان میدن و کار میکنن باهاش. 8000 باند، این چیزیه که آمار خود رسمی دولت میگه. این آمارها مربوط به سال 94 و اینا نیست، مربوط به سال 90 و قبل از سال 90 هست که من خدمتتون ارائه میدم. هرچی من گشتم آمارهای تازه تری گیر نمی اومد. بعضا نکاتی هست که یکم تازه تره، ولی بیشتر مثل آماری، مثل ارقام مربوط به سال 90 و قبل از سال 90 هست. 8000 باند در سطح شهر تهران دارن این مسئله رو سازمان میدن و معمولا کمین میذارن برای زنان و دخترانی که هیچ پناهی ندارن. دختران فراری میگن سنشون به شدت کاهش پیدا کرده، به 9 ساله رسیده. بعضا دخترایی که از خونه فرار میکنن 19 سالشونه. تصور بکنید یک دختر بچه 19 ساله که به هر دلیلی از خونه فرار کرده، اومده الان توی خیابون و اسیر این باندهای فروش سکس میشه. معمولا اینا رو میترسونن، معمولا ازشون چک میگیرن، معمولا سفته های امضا شده ازشون میگیرن و یک جوری میندازنشون توی یک شبکه‌ای که واقعا مثل تار عنکبوت میپیچه به دست و پاشون و نمیتونن رهایی پیدا بکنن. تصور بکنید دختر بچه‌ای که از 10 سالگی و خودشون میگن سن فحشا اومده پایین رسیده به 12-13 سالگی، فرض میکنیم از همون سن شروع بکنن به کار کردن، توی چند سالگی دیگه اینا فرسوده شدن و از بین رفتن. اگر قبل از اینکه فرسوده بشن از بیماری های مقاربتی، از بیماری ها، از کمبود تغذیه، از وضعیت بد، از کتک خوردن، از ضربه چاقو، از پادر نیومده باشن. گفتم جامعه درو به خاطر اینکه اگر اتفاقی برای این دختر بچه بیفته، جامعه جوری تربیت شده و جوری سازمان پیدا کرده و جوری این سنت ها و اخلاقیات روش سایه میندازه که این دختر جوون، دختر بچه نوجوون جرأت نمیکنه به جایی مراجعه بکنه. جرأت نمیکنه بره بگه تنفروشی کردم، پولمو طرف نداد، ضربه چاقو هم بهم زد. میگن حتما میگن دندت نرم نکن. کما اینکه وقتی کارشناساشون خودشون دارن راجع به این پدیده‌ای که به قول خودشون روز به روز در حال گسترشه. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. دوست عزیز شما میتونید صحبت بکنید، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید. در مورد تنفروشی میخواستم بگم الان کسی که دارن تنفروشی میکنن در این بله جای خانواده کارگر هستن، طبقه ضعیف جامعه که اکثرا مشکل مالی دارن یا چندین ماه حقوقشون رو نگرفتن و یه نفر رو میشناسن که توی خونه 12 متری زندگی میکنه. بله. یه تا بچه داره، دیگه شوهرش گفته برو خونه مردم کار کردن. حالا نمیدونم منظور حرف یعنی چی، باید شما دیگه بهتر باید ببینید. همین باعث میشه که بیان بالا شهر یه تعده
بورژوازی فاشیست بیاد از اینا استفاده کنه که سکس هم که در ایران هستش برای فقط 1% آزاده. تو ویده هاشون هزار جور چه تفکری انجام میدن کنن، ولی برای اکثریت مردم این اصلا ممکن نیست. درست. این هم در خاطر سیستم سرمایه داری فاسدیه که تو جهان هستش. ایران هم نمونشه، تایلند یه نمونشه، سرمایه داری هستش و فقط سود رو میبینه و هیچ انسانیت براش مهم نیست. وضعیت همینه. بله درسته. خیلی ممنون به هر حال از اینکه در برنامه شرکت کردید، نکته‌ای رو گفتید، منم حتما بهش میپردازم، مسئله مشکلات مالی و اینکه کسی که تو یک خونه 12 متری زندگی میکنه، 2 بچه داره، حتما همسرش به قول این دوستمون کارگره، چند ماه حقوقش رو دریافت نمیکنه، ولی هزینه بچه‌ها، هزینه شیر خشک، هزینه دارو و درمان، هزینه مدرسه بچه‌ها، اجاره خونه و خیلی از هزینه های دیگه شوخی بردار نیست. تو نمیتونی بری بانک بگی به خاطر اینکه همسرم 6 ماه حقوق دریافت نکرده من نمیتونم اجاره خونه بدم یا قسط بانکمو بدم. نمیتونی بری دکتر بگی به خاطر اینکه حقوق دریافت نکردم نمیتونم نسخه بچه‌مو ویزیتشو بدم، نمیتونم نسخهشو بپیچم. نمیتونی اینجوری زندگی بکنی. یه راهی مجبوری پیدا بکنی و راهی که تو همین فیلمی هم که کوتاهی هم که دیدیم در ادامهش، احتمالاً شما اون بخشو ندیدین، همینو میگن. میگن که هیچ راه دیگه برامون نمیمونه چون جامعه از ما حمایت نمیکنه. از ما حمایت نمیکنه یعنی که کارگره میگه من کارمو دارم انجام میدم، حقوقمو دریافت نمیکنم، 6 ماه 6 ماه، 7 ماه 7 ماه، 1 سال 1 سال دریافت نمیکنم و بالاخره هزینه زندگی رو باید از یه جوری تامین بکنم دیگه. این دوستمون اشاره کردن، گفتن که همسر این خانومه گفته که برو خونه مردم کار کن. این معنیش میتونه چی باشه؟ ممکنه واقعا معنیش همین باشه که برو تنفروشی کن، چون الان آماری که خود مسئولین رژیم و کارشناسا و غیره میدن میگن بخشی از این تنفروشی شامل زنان متأهل میشه، زنانی که همسر دارن، خانواده دارن، زندگی دارن و بعضن اینجوری هن که فکر میکنن موقت این کار رو انجام میدیم بعد برمیگردیم زندگی عادیمون رو انجام میدیم، ولی نمیشه. همینطور که گفتم اینا اگر اسیر باندهای خرید و فروش سکس بشن دیگه خلاصی توش نیست. تا وقتی که جوونن و تا وقتی که مشتری دارن، تا وقتی که تنشون خریداری داره، دست از سرشون اینا بر نمیدارن و یک منبع پول دراری میشن که من نمیدونم مثلا چه درصدی خود این واسطه ها میگیرن و چه درصدی به خود زنان تنفروش میدن، من اینا رو نمیدونم. اگر کسی تجربه داره خیلی خوبه که بیاد اینجا در میون بذاره. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. دوست عزیز صداتون روی خطه، بفرمایید. الو. بفرما. الو سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز، بفرما. سلام شما، خوب سلامت باشین. من خواستم راجع به همین تنفروشی که الان شما دارین صحبت میکنین، اینا اشخاصی هم واقعا اهمیت به زندگیشون نمیدن و اینا الان اشخاصی هستن که دارن واقعا میرن کلفتی تو خونه کار میکنن ولی هیچ موقع تنشان نمیدوشن. اینا خودشان دوست دارن به اسم مثلا فرق رو اینا، اصلا اینجا به نظر من فقر اصلا معنا نداره که اصلا بخاطر فقر بده تن چه بفروشه. تو ایران فقر معنا نداره؟ بله؟ تو ایران فقر معنا نداره؟ من الان اشخاصی برخورد کردم، الان میگن تو خانه مردم کار بکنن و درآمدی هم دارن و هیچ موقع نمیدن مثلا تن چه بفروشن. خب خیلی ممنونم، خیلی ممنون، متشکرم ازتون. اینا این دوستمون میگن که اینا کسانی هستن که اهمیت به زندگیشون نمیدن. همین فیلم خیلی گویاست که این آدما بشرن و حتما دلشون میخواد خوب و محترم زندگی کنن، حتما دلشون میخواد وقتی که از سر کار برمیگردن با افتخار بگن رفتم سر کارم، کارم مثلا معلمیه، کارم پرستاریه، کارم کار توی کارخونه است، کارم کلفتی توی خونه است، به راحتی بتونن اینو بگن.
به راحتی اینو بگن، ولی کسی که تن میفروشه نمیتونه راحت بگه اینو، چون اخلاقیات جامعه نمیپذیره و هیچ آدمی، من فکر میکنم هیچ انسانی دوست نداره تحقیر بشه. هیچ آدمی دلش نمیخواد بره با یکی سکس داشته باشه که دوستش نداره، که نشناستش. اینا معمولا دست میگیرن جلوی یه ماشین، سوار ماشینه میشن، نمیدونن کیه این طرف، نمیدونن که وقتی که سکسشون رو انجام دادن بعدش تیغه چاقوشون رو بهشونشون میدن، کتکشون میزنن، زیر چشمشون رو بالا میارن، پرتشون میکنن از ماشین پایین، یا دستمزدشون رو بهشون میدن. نمیدونن اینا، ولی میرن وارد این خطر میشن چون مجبورن. دوست قبلیمون اشاره کردن، گفتن طرف زن شوهر داره، شوهرش چند ماه حقوق دریافت نکرده، زنه میگه خب چیکار کنم، میرم این کارو میکنم. چه درصدی از آدمایی که بیکارن و فقیرن و ندارن میرن میشن کلفت؟ چه درصدی از جامعه کلفت میخواد؟ چقدر از مردم هستن که کلفت میخوان؟ و چقدر از آدما هستن که میتونن برن این شغل رو پیدا بکنن؟ تازه خیلی وقتا طرف میره کلفت میشه، آقای خونه چشم داره بهش. وقتی که تو اون مملکت قانون میارن که پدرخوانده میتونه با بچهش ازدواج بکنه، کلفت در امانه؟ دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام و درود میکنم شما خانم باهاش. خیلی متشکرم، سلام به شما. خوب هستین شما؟ خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. ببین میخواستم در مورد مسئله رو صحبت کنم. ببین عزیز، تن فروشی تو این جامعه، خب اینجوری که حالا یه جوری خودتون هم اشاره کردین، یه نوع درآمد شده برای یه اشخاصی. و حالا این کسانی که این کارا رو میکنن مثلا تو شهرهای شلوغ، اینا تقریبا 95% به خاطر مشکلات مالیه. بعد حالا اگر میشه، اگر میشه من مثلا یکم واضح تر صحبت کنم، میشه صحبت کنم؟ بله، شما منظورتون اینه که مثلا سوالی دارید، نکته‌ای دارید که میتونیم بیشتر راجبی صحبت بکنیم، میتونید بفرمایید. اگه لازم بشه من حتما راجبی صحبت میکنم. خواهش میکنم. ببین حالا ما اصالتا طرفای تبریز اونجا هستیم. ببین من خودم یه رفیق داشتم، میرفت اینجور اشخاص رو از شهرهای شروع، حالا مثلا شهر نزدیک خودم، این اشخاص رو پیدا میکرد، بعد میومد تو شهر خودمون. بله. حالا با یه جمع خرج کردن و آرش کردن و لباسی خریدن اینا رو آماده میکرد که به اشخاصی بپروشه. بله. وقت چجوری؟ مثلا اگر 50,000 تومن نرخش بود، 30 تومن رو برای خودش برمیداشت، 20 تومنش رو میداد به اون خانمه. بعد اینو میگم، ما متاسفانه مشکل اینجاست که دولت باید اینجور اشخاص و مخصوصا زنهای پیوه رو، یا زنهایی که متاسفانه سنشون بالا رفتن ازدواج کردن، باید حمایت کنه، مخصوصا از نظر کار و اشتغال. بله. این کار رو بکنه تا اینجور اشخاص به اینجور کارا پا نزن، وادار نشن. بله. باید بذارشون سر کار که اینا یه نوع درآمدی داشته باشن که دیگه تن به این کارا ندن. بله، خیلی ممنون، خیلی صحبت های بله، ادامه بدید، بگید، بفرما. مقصد هفته فقط بیشتر دولته. بله. دولت اینجا اشخاص رو حمایت کنه، سر کار بذاره، بهشون یه هزینه به اصطلاح تزمین کنه، اینجور اشخاص دوباره اینجور کارا نمیرم. یه اشخاص دیگه از اینجور اشخاص ساده، مثلا دختر گمون، سو استفاده نمی کنم برای پول در بود. بله، خیلی خیلی ممنون، صحبت های بسیار بسیار خوبی کردین، ممنونم از اینکه در برنامه شرکت کردید. دقیقا وقتی که راجب باندای خرید و فروش سکس صحبت میکنیم همینه که این دوستمون اشاره کردن، خیلی هم مثال خوبی داشتن، زنده واضح، که بازم تشکر میکنم ازشون که اومدن میگن که میرن زنای
ساده، زنای بی کس، زنای بی پول، اینا رو پیدا میکنن، کمی خرجشون میکنن، حتما آرایششون میکنن، لباس خوب براشون میخرن و بعد میندازنشون تو این ماجراها. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز. خسته نباشید. خیلی ممنونم، شما هم خسته نباشید. مادر جان، ما اینا رو همه رو روز به روز به این داریم میبینیم، شما محبت کنید چاره شو برامون تبدیل کردید. بله بله، خیلی ممنون، خیلی ممنون، حتما زنده باشی. قطعا اینجوری هست که قصد ما از گذاشتن چنین برنامه هایی همینه. یک اینکه خود مسئله رو ببینیم، خود مسئله رو به عنوان یک پدیده زشت تو جامعه بهش نگاه نکنیم، بگیم آخ 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 این زنان فاحشه رو باید سوزوند و باید نمیدونم از بین برد و تقصیر خودشون هست و خودشون میخوان که اینجوری زندگی کنن. اینو یه مقدار باید بشکافیم. مخصوصا ما اسم اینو روی برنامه‌مون گذاشتیم، تنفروشانی که شریف هستن، انسان‌های شریفی هستن. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید. خیلی ممنونم. من در مورد تنفروشی می‌خواستم چند مطلب رو به مسئولین کشور بگم. بله. اجازه دارم؟ بله، بفرما. می‌خواستم به مسئولین کشور آنی که دائما در حال اختلاف هستی، آقایی که دائما به نام اسلام شیره مردم رو از تنشون بیرون میارید و به بردگی کشیدید ملت ایران رو. بله. آقایی که اسلام رو چوب کردید این سر ما ملت و حس این ملت رو پایمان میکنید، آیا نامیت شما، آیا شرف شما تن فروشی کنه خوبه، خوشتون میاد؟ آیا به جای زنی که بدبختی که به خاطر فقر مالی، به خاطر اینکه نداره لباس سر بچه خودش بکنه، تن فروشی میکنه، آیا زن خودت این کار میکرد و میدیدی خوب بود؟ تو خدا دست از اختلاف برداری، به ملت ایران توجه کنی و الا بلای خداوند سر شما میاره به واسطه این ملت که از سرهنگ از آفی بدتر. اینو بهتون گفته باشم. خیلی ممنونم، زنده باشید. صحبت ما گفتم اینه که اولا مسئله رو بشکافیم، ببینیم نگاهمون هممون به مسئله تنفروشی مثل همه، آیا هممون میتونیم این انسانها رو به عنوان انسانهای شریف نگاه کنیم و بعد بگردیم ببینیم که راه حل چی هست. بعضا دوستانمون توی صحبتاشون از راه حل ها، از اینکه مقصرگیه حرف میزنن، ما هم حتما به این نکات میپردازیم. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. دوست عزیز بفرما. الو، سلام خانم بهاری. سلام به شما دوست عزیز، بفرما. میخواستم در مورد اون تأثیری که پشت سر گذاشتیم یه ماشین که مثلا رساله که یه خانم مصاحبه کنه، بهتر بود به جای این تأثیر یه گل رو میذاشتید که مثلا شاخ و برگ از شکسته. به نظر من خانم بهاری، شما خودتونم دارین دروغ میگینم. یه روز میبینم بعد تن فروشی عید ایار، یه روز دارین نظر تعریف میکنید، شما خودتون اولین دروغگو هستید. مرگ بر شما. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه، ما دروغ نمیگیم. اونی که دروغ داره میگه دولتی هست که سر تا پا دروغ میگه، کلک میزنه، به قول دوست قبلیمون اختلاس میکنن، ثروت جامعه رو خرج خودشون میکنن، خرج زندگی های لوکس خودشون میکنن، بچه هاشون توی بهترین امکانات دارن زندگی میکنن، تا میپاشون میرسه خارج میشن یکی از سرمایه دارای بزرگ خارج ایران و دارن اینجوری زندگی میکنن و مردم رو سپردن به دست حوادث هر اتفاقی بیفته. بعد خودشون میشینن کارشناسانه به این قضایا نگاه میکنن، به این قضایا نگاه میکنن، کارشناسانه میگن که سن فحشا در ایران رسیده به 12 سال، این پدیده در میان نوجوانان داره بیشتر و بیشتر میشه. وقتی میخوان دنبال دلایلش بگردن،
برمیگردن میگن یک عده خانواده های لاابالی، یک عده خانواده هایی که بی سواد هستن، یک عده خانواده هایی که اهمیت نمیدن، اخلاقیات ندارن، نمیدونن مورال ندارن، اینا رو میکنن چوب و میزنن تو سر مردم، همون مردمی که خودشون میکشوننشون به فحشا. خود دولت یک رقیب بزرگ هست برای باندهای خرید و فروش سکس. میگم رقیب به خاطر اینکه مراکز سیغه که را میندازن همینه، همین مراکزه، منتها علنا دست دولت روشه و شکل شرعی دادن بهش. بارها و بارها توی فیلم ها نشون داده میشه که مرد چاق شکم گنده گنده ای داره با یک دختر خیلی جوان که واقعا مثل نوش هست داره خودش صیغه رو میخونه و به دختره میگه تو هم تکرار بکن. حتما اگر توسط برادران پاسدار و غیر دستگیر بشن، این حاج آقا یا احتمالا مرد که ظاهرا خیلی هم شریف تو اون جامعه برمیگرده میگه صیغه محرمیت خوندیم. ولی اگر این رابطه رو دختر و پسر جوانی، دوتا دانشجو، دوتا محصل، این رابطه رو رابطه سالم، قشنگ، عاشقانه برقرار بکنن، حتما دستگیر میشن، شلاق میخورن، هزار تا توهین بهشون میشه، هزار بار به دختره میگن روسری تو بکش پایین، حجابت رعایت بکن، از این حرفا میدن. اون این جامعه جامعه دروغگوه. بفرمایید دوست عزیز، بفرمایید. میشور بس میکنید خانم بهاری؟ بله من سیما بهاری هستم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما. بفرما. حرف بزنم خانم بهاری. بفرما. دوستان عزیز براتون توضیح میدن پشت خط که وقتی که به من وصل شدید، من گفتم من سیما بهاری هستم، شما روی خط هستید، بفرمایید صحبت بکنید، دیگه وقت رو تلف نکنید و بفرمایید حرفتون رو بزنید. به هر حال اون دولت هست که دروغ میگه، سر تا پای کارش دروغ هست، سر تا پاش فساد هست، سر تا پاشون دزدیه و سر تا پاشون درست کردن جامعه ای هست که از بچه های ما، از دختران ما، از زنان جوان ما، از کسانی که انسان های شریف و عزیزی هستند، انسان هایی می سازه که با فروش تنشون دارن امرار معاش میکنن، که یه عده برگردن بگن که اینا خودشون میخوان، اینا خودشون میخوان و شما هم دروغ دارین میگید. من طبق آماری که اینجا، البته من چیزایی که یادداشت کردم بسیار بسیار کوتاست، ولی انقدر راجع به این چیزا سایت و گفته و نوشته و مطلب هست از خود کارشناسای خود دولت، دکتر نمیدونم فلان استاد دانشگاه بهشتی، دکتر نمیدونم فلان کارشناس امور آسیب‌های اجتماعی توی بهزیستی، اینا همشون آمار دارن میدن و همشون همینا رو میگن. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. شبتون بخیر خانم بهاری. من با دیدن این فیلم خیلی متاثر شدم و خیلی ناراحت شدم. اگر من ازتون اجازه میخوام که دو دقیقه و هموطنهای خودم بگم، اجازه دارم؟ بفرما بفرما. به هموطنهای خودم، به مردهای خودمون بگیم ماها خاک بر سر ما، خاک بر سر ما که ما رو بهمون سالهای سال نمیدونم گفتن غیرت، غیرت کدوم غیرت، گفتن آبرو کدوم آبرو. ما این نتیجه این کاری که این خواهرای ما امروز میکنن در اون مملکت، این اون برکت اسلامیه، یعنی برکت اسلام ناب محمدیه که رئیس جوالان آقای خامنه‌ایه. و من متاسفم از این که ما ملت ما رو این همه تو سرش زدن، این همه ثروتاشو به باد بردن، بچه‌هاشو توی جنگ بردن، روی مینا سرازیر کردن، کارگران بیکار کردن و الان طوری شده که مادر یه بچه مجبور بره برای خرج غذای بچه خودش تن فروشی کنه. خاک بر سر ما مردای ایرانی که یه
دیگه همچین چیزایی رو با چشممون میبینیم، اما اینقدر جرأت نداریم، اینقدر مردونگی نداریم که با هم بشیم، اتحاد کنیم، بلند شیم. این دم و دستگاه آخوند دوست رو که مملکت ما رو به این روز انداخته که این دم و دستگاه رو به هم بزنیم. آخه ملت چشتون رو باز کنید، شما برای این اسلامی که بهتون دادن همه چیزتون رو گرفتن، شما چه احترامی دارین توی دنیا وقتی که یه از فیلم هایی پخش میشه؟ کی بهتون میخواد در آینده اعتماد بکنه؟ پس فکر کنید یه خورده تا کی میخواید یه همچین چیزایی رو ببینید، چشمتون رو ببندید، گوشتون رو ببندید و هیچ کاری نکنید. پس اتحاد کنید. شما اگه اتحاد کنید زندگیتون 100 بار بهتر میشه. من متشکرم از اینکه این وقت رو به من دادید. خواهش میکنم. منم متشکرم از شما که در برنامه‌مون شرکت کردید و صحبت کردید. برگردیم به صحبتامون. البته امیدوارم من رشته کلامو هی از دست ندم، بتونم با یک پیوندی صحبتامو ادامه بدم و حرف بزنم. ضمن اینکه دوستانمون هم میان روی خط و صحبتای خوبی میکنن، بعضا لازمه که بهشون بپردازیم، بعضا هم خودشون دیگه خیلی خیلی گویا صحبت میکنن. گفتم که فروش سکس صنعت برای یه عده‌ای، باند درست میشه براش، سازمان درست میکنن و این خرید و فروش رو انجام میدن. همینطور که دوست بینندمون اشاره کردن، اون کسی که واسطه این کار میشه سهم بیشتری از، معمولا اینجوریه، سهم بیشتری از کاری که اون زن یا مرد انجام میده رو میبره. یادتون هست یه دوره‌ای خیلی راجع به این که دخترای ایرانی رو در دبی خرید و فروش میکنن صحبت میشد. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. خانم بهاری، شب شما بخیر. شب شما بخیر. خیلی ممنونم. خانم بهاری، من یک فرهنگی، من فرهنگی هستم. بعد امروز خواستم برم برای یکی از معطلام یه گوشی بگیرم، چون واقعا میدانستم یه آدم خانواده فقیره و بی‌بذاتی چی ندارم. بله. مثلا یه دم گاراژ، ما در استان کرمانشاه داریم زندگی میکنیم. بله. یه گوشی یه دم گاراژ براش بخرم که این بنده خدا هم بدش که این یه گوشی ساده خوش بشه. ما گوشی براش خریدیم و زیادم پولش نبود، 50 تومن پولش بود. براش خریدیم و دادیم به این معصل و هدیه کردیم و خیلی خوشحال شد و بعد خوشحالی اینم باید خوشحالی ما شد و تا امروز من دیدم متاسفانه از حضرت دادگاه به نامه برای من آمده، شما تشریفی از دادگاه. خب من رفتم دادگاه، میگم چرا من را ازاد کردیم دادگاه؟ یه قاضی بی سوادی از اون ریش پیازی ها اونجا نشسته، میگه شما به عنوان این به جرم این که دوستی گوشی کردین شما دستگیره. میگم آقا چه دوستی من کردم؟ با کدام مدرک؟ میگه شما این گوشی که خریدین از کجا آوردید؟ میگه ما بجان محسن من اینجی بوده، من رو اصول انسان دوستی و دکسوزی یادم این گوشی برای محسن من گرسی چون گوشی نداشته. حالا من چه میدم این گوشی کارتو نداشته، دوزی بوده یا غیر دوزی بوده، من خبر ندارم. خب بله. بعد اون قاضیه میگه من باید حکم زندان شما رو بدم، چون شما با اون آقایی که من میشناسم که گوشی ازش گرفتم هم دستین. چون تو که دانسی دوزیه چرا گوشه یادی؟ میگم بابا با خدایی که تو میبرستی من اصلا ندنسم اون گوشی دوزی بوده. من به نسخ داری ما اصلا این گوشه خریدم. خب الان متاسفانه هم پای خودم گیره، هم پای اون محصول بدبخت گیره. الان من خودم در استرس هستم، برای خودم نه، برای اون محصول بدبخت. میخوام به این قاضی پدرسوخته بگم، همینجا پیامی بشدم آقای الماسی اگه شبکه شما یه نگاه میکنه، میخوام بهش بگم خیلی بی‌ناموس و پست و بی‌شرفی به خاطر یه گوشی که یارو داره با فقر و فلاکت زندگی میکنه چرا اجازه میدن ما با هم نوع خودمون کمک بکنیم؟ مگه این جنایته؟ ما اصلا آقای خانم بهاری اصلا اسلام رو قبول ندارم، از دین و دیانت هم دیگه زده شدم، واقعا میخوام کافر بشم، یعنی اسم کافر رو خودم بزنم بهتره. من میخواستم با این تنفرشون صحبت کنم. بفرم خانم بهاری، اگه فقر نباشه سه
میزنی اجازه نمیدی تندروشی بکنه. فقر باعث میشه که زن به فساد کشیده بشه. خب متاسفانه در مملکت ما اینقدر هست فقر که اصلا بی‌حسابه. بعدی آخونده میانی پوله همه بر میدارن میبرن این دم سوریه و خط تروریست ها مکنن و اسم دم مسلمان و دینی میزنن که نمیدانن ما پشت کی هستیم و پشت کی هستیم و شما آدم کش هستیم. الان شیور سنه انداختن جان هم دیگه. واقعا میخوام بگم برای خودم متاسفم که تو مملکتی دارم زندگی میکنم هیچ آزادی نیست. اصلا خفه خان گرفتیم مامو خانم باهاری وقتی کنو گرفتم. خدا حافظ شما موفق بشین. خدا خیلی ممنونم از شما دوست عزیز که اومدید اینجا، حتی پیامتون رو به الماسی هم از همین شبکه دادین. خیلی ممنون و خیلی ممنون از صحبت‌های خوبی که در رابطه با مسئله فحشا کردین. این واقعیت، الان تعداد زیادی از بینندگانمون اومدن روی خط و تقریبا قریب به اتفاق مسئله فقر رو یکی از عوامل اصلی تنفروشی می‌دونن. کسی که گیر می‌کنه توی موقعیت فقر و بیپولی دست به چنین کاری هم ممکنه بزنه. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام خانم باوری، خسته نباشید. خیلی متشکرم. شما هم خسته نباشید. سخته با شما صحبت کردن با شما دوان تموم شده. خانم باوری بفرمایید. اما اینکه تر باید این سوال شما رو بزن، اول اون پسره که به شما گفت دروغ میگید، این همون پسره کمش کرده و بهش بگم مرس اولاق اکا گردنت میشه تو از مرس اولاقی بابا. این یک، این جواب اون پسره. دو بومن میشه صدای منو؟ بله بله بله، صدای شما روی خط میشه تا بله بله. خانم باوری، این کشور ما اولا خدا رو شد مردم ایران با همه بدبختی که دارن یه چیزی رو الحمدلله رعایت میکنم، اونم اینجور چیزاست، اونم ناموسه. به جان خودم این ناموس مردم رو خیلی دوست دارم. یعنی زن شوهردار رو وقتی ما از من خودم جوونم دیگه، ما هر موقع یه همچه برخوردهایی میدیدیم، یه همچه چیزایی بهمون برخورد میکنیم با یه همچه عادت بگیم، سعی میکنیم اون زنه یه در راه نماییش کنیم، نه اینکه مثلا خدای نکرده باش برخوردی داشته باشیم، مثلا رابطه زشتی داشته باشیم. خدا رو شد مردم ایران اینو رعایت میکنن، خدا رو شد. یعنی همه با هم کار واقعا. حالا اون رفاقتی حسابش فهم میکنه یکی با یکی رفیقه، اون داستانش اون دیگه آزاده دیگه، اون دل دیگه، اون دیگه اصلا تو دنیا جا افتاده. ولی از بابت اینکه ولی این هم بهتون بگم ایشکی به اینجور زنها بد نگاه نمی کنه تو ایران، خدا رو شد. چون میدونیم که از فقر و بدبختی و مخصوصا زنهای شوهردار که وقتی این کار رو میکنن، حالا یه سری ها شاید ذاتا اینجوری باشن که خیلی کمه هستن، اصلا هیچکی ذاتا اینجوری نیست به نظر من. مگه میشه آدم ذاتی رو به اصلا تم فروش باشه؟ اصلا همچین چیزی نیست. بالاخره یه مشکلی داره، یا ارضا نمیشه یا اینکه بالاخره مشکل مالی داره دیگه، و الا هیچ کس اینجوری نیست خدا رو شکر. و ما اینجور زنا رو همیشه به چشم خواهری نگاه کنیم. یه سری ها هستن، جوانایی هستن که چون سن عقلشون هنوز به تکامل نرسیده، اونم به خاطر کمبودهای سنیشون دیگه نمیتونن در تشخیص بدن که چی خوبه چی بده. شاید دنبال این حرفو برن که خوشبختانه اونم درصدش خیلی کمه. و اینو میخواستم در کل بگم که ما بازار بدبختی، ولی اینجور زنا رو یعنی کلا ناموس خودمون میبینیم، واقعا اینجوری میبینیم. خدا رو شد این یه بازار بدبختی که تو کشورمون داریم اینو رعایت میکنیم. بله. همه رعایت میکنن خوشبختانه. خیلی ممنون. و میشه تو دیدم اونو. بله بله بله. دوام آقا هم بدم که گفت آخوندا به آخوندا داشت پیغام میداد. میخوام به اون بگم اگه صدا اونقدر نکنی جا ببن. نه. آخوندا آقای محترم خودشون هم تن فروشن. مای وارد معناشون. تو به چی داری؟ به کی داری میچاقی؟ خانم باولی ببخشید. خدا. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. بله. صحبت ها زیاده و از زوایای مختلف مردمی که روی خط میان صحبت میکنن، باز تشویق میکنم به خصوص زنا رو. توی همین از این فیلم هایی که معمولا آدم نگاه میکنه، وقتی که راجب به اصطلاح اتفاقاتی که تو زندگی مردم میفته چجوری کشیده میشن، چجوری اصلا نگاه مردونه جامعه به زنا چه میکنه، خیلی از این زنا میگن که مثلا وقتی که میریم مراجعه میکنیم به فرض برای طلاق،
یا برای هر مشکلی که پیش اومده. حاج آقا میگه که اون حاج آقایی که قراره مثلا میانجی باشه و کمک بکنه، فوری مسئله صیغه رو مطرح میکنه. یکی از این همون خانمایی که توی این فیلم‌ها صحبت میکرد میگفت که رفتم گفتم میخوام طلاق بگیرم و یک کار اگر کمکم بکنید، کاری پیدا بکنم، یه جایی میرم کلفتی میکنم. در رابطه با صحبتی که دوستمون کردن که آدم ها میرن کلفتی میکنن، یه جایی میخوام برم کلفتی بکنم، طرف برگشته گفته بیا خونه خودم، من کلفت نمیخوام، من خانم میخوام. منظور این آقا چی هست؟ و اینا موارد یکی دوتا نیست. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. خیلی متشکرم، مجدد مزاحمت شدم. خواهش میکنم. دوست عزیزی در مورد تنفونشی داشتم صحبت میکردم، مواردی رو در ایران داشتم متذکر میشن، گفتن که ما در ایران همه رعایت میکنن مسئله حجاب رو، یعنی که مسئله تنفونشی رو، یعنی که کمک برمیگه میکنن. امکان داره در محله و در زن اون آقا یه همچین مواردی باشه؟ و این من دیدم در حد میتونم درست با صراحت بگم 70% از مردم ایران دارای یک همچین مشکلهایی هستن. بعضی ها دنبال ناموسای مردم هستن. من از اون آقا خواهش میکنم و از آقایون، از قدیر اون آقا خواهش میکنم که وقت شریف شما رو نگیرن. چون من احساس کردم آقا از بلده تشریف آوردن. من دیر صحبت میکنم که واقعا بیسواده از اون قایشون میدیدن، در اون قایشون میدیدن. خواهش میکنم مطالبه رو سنجیده بفرماین که وقت شما گرفته نشه، وقت مردمی که دارن نگاه میکنن گرفته نشه و گزیده و مفید مردم مطلبشون رو ارائه بدن. مرسی، متشکرم از همین. خیلی ممنونم. خوبه که همدیگر رو هم قضاوت نکنیم. حتما دوستمون با موارد اینجوری برخورد کرده. چقدر خوب، چقدر خوب اگر نگاه اینجوری باشه که به کسانی که تنفروشی میکنن بد نگاه نکنیم، فکر کنیم که اینا انسانهای شریفی هستن که از بد حادثه افتادن تو این مسیر. چقدر خوبه اگر اینجوری نگاه کنیم. چقدر خوبه اگر که این انگیزه و این بینش رو داشته باشیم که کمک کنیم به اینجوری افراد. چقدر خوب ازشون دفاع بکنیم، از حیثیتشون دفاع بکنیم. چقدر خوب، امیدوارم اینجوری باشه. ولی به هر حال برگردیم به مسئله فحشا و اینکه بعضا میگن که نه اینجوری نیست، خیلی از مردم نمی کنن این کارا رو، این پدیده همچنان گسترده نیست، مثل جاهای دیگه است، غیره و غیره. منم گفتم آماری که معمولا ما بهش مراجعه میکنیم، خب تو ایران که اینجوری نیست به راحتی بری بگی با مردم میرم صحبت میکنم، خودم میرم آمار در میارم، خودم میرم ارقام در میارم، یا یک مرکزی هست که آدم میتونه بهش اتکا کنه، به همون چیزایی که مثلا بهزیستی میگه یا فلان دکتر داره توی اظهاراتش به کار میبره، ما به همونا اتکا میکنیم. آقای امان الله قرائی که ایشون آسیب شناس هستن، از آسیب‌های اجتماعی صحبت میکنن معمولا. ایشون معتقدن که سن فحشا توی ایران به 10 ساله رسیده. وقتی که قبلا هم گفتم دختر بچه 10 ساله‌ای که به هر دلیلی، احتمالا مثلا دختر فراریه یا دختری هست که توی یک خانواده که اعتیاد و غیره و غیره هست، میفروشن، خرید و فروش میکنن بچه هاشون رو، اونجا داره زندگی میکنه، 10 ساله رسیده به این وضعیتی که سکس میفروشه. شما تصور بکنید وقتی این بشه 20 سالش چه وضعیتی داره، اگر برسن به اون سن، اگر برسن. یکی از دوستانمون توی صحبتاشون گفتن که دولت، اینا وظیفه دولته یا دولت مقصره. منم اتفاقا اینجا میخوام به همین اشاره بکنم. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو بفرما. سلام خانم داری. سلام به شما دوست عزیز. میخواستم از شما تشکر کنم بابت همین برنامه و زحمت میکشین که مشکلات مردم رو میخواین حل کنی که هم با هم کمک کردن رو به هم یاد بدیم.
خیلی بله بله صداتون رو دارم، بفرمایید. من صحبت نمی کنم که تا شما بتونین از وقتتون استفاده بکنید. بفرمایید، ادامه بدید. ممنون از اینکه برای ما وقت گذاشتین که بتونین از حرف ما بشنوید. قشنگ خانم، از کلن از اون آقایی میخواد منم آقایی که میگه همچین چیزی نیست و اینجا ما همه رو به چشم باید خواهی میرین، شاید از پنجاز یا میگیم سیل درصد شاید اون آقا همچی چیزی هزش داد میشه، ولی شاید ما که نیستیم ببینیم. بله، ولی شاید مثلا خیلی خیلی کم پیدا میشه تا بخوان همچین نظری یا همچین فکری داشته باشن. همه این طوری جامعه ما طوری گیر افتاده و به هم خورده که نمیشه با اینجور چیزا مثلا حل بشه. ممنونم ازتون که وقت شما رو گذاشتین تا حرف ما رو بشنوین. خواهش میکنم. ممنون و تشکر میکنم از شما. خیلی از شما تشکر میکنم، مثل خواهر خودمون شما رو بیشترین و خیلی هم واسمون عزیزین. ممنون، خیلی خیلی ممنونم. بسیار خوشحال میشیم از اینکه شما مثل خواهرتون به من نگاه میکنین و خیلی ممنون از اینکه در برنامه شرکت میکنین، صحبت میکنین، حرفاتونو با ما در میون میذارین. برگردم سر اینکه دولت کجای این قضایا میتونه قرار بگیره. وقتی که به هر دلیلی دختری از خونش فرار میکنه که تو سن کمه، اگر مرجعی باشه حتما یه ناهنجاری توی خانواده داره، حتما یه جوری هستش که نمیخواد تو اون خانواده زندگی بکنه. خیلی وقتا ناهنجاری ها اینجوری هن که با پدر خانواده کنار نمیان، به زور میخوان شوهرشون بدن، میخوان بفروشنشون یه جاهایی. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. خیلی متشکر، درود به شما. خانم بهاری جانم، اولین فاحشه تاریخ اسلام خود محمد بود که با یه دختر 6 ساله آنچنان کاری کرد، بهش تجاوز کرد. پس ما چه توقع داریم از این آیت الله های کتاب هست؟ ما چه توقع داریم از این ها؟ و ما میبینیم که اولین فاحشه خود خمینی بود که دخترهای سیاسی رو که میخواستن که حرف حق رو بزنن میگرفتن، اول به اونها تجاوز میکردن بعد اونها رو میکشن. از ما راه دور نباید بریم. همین آخونده هستن که تمام فاحشگی رو گذارن و خودشون کثافت هستن. من از همینجا مرد میگم بر خود رفسنجانی، خامنه‌ای و همچی عمامه به سره، و مرد میگم بر کلیت جمهوری اسلامی. امیدواریم که ما با دست همدیگه، با اتحاد با همدیگه این جمهوری اسلامی رو به درک واصل کنیم. ممنون، سپاسگزارم. زنده باشین، خیلی ممنونم. سازمانده فحشا در جایی مثل ایران دولته. دولت مقصره. دولت باید موقعیتی رو ایجاد بکنه برای کودکان، اونا رو سرپرستی بکنه. وظیفش هست که وظیفه داشته باشه در قبال بچه ها، و اگر ناهنجاری توی خانواده ای هست اینجوری نباشه که بچه از ترسش مجبور بشه فرار کنه، جایی نباشه مراجعه بکنه. دوست عزیز صدای شما روی خطه، با سلام. خوبی شما خانم بهاری؟ خیلی ممنونم، مرسی. من این چیزی برنامه‌تون چیه میشه؟ ما چون تصویرتون قطع و وصل میشه. ما تنفروشان شریف و دولت فاسد، جمهوری اسلامی فاسد. یه بار دیگه بگید. شما لطفا برین الان نگاه بکنید تصویر رو، دو مرتبه نگاه بکنید ببینید که عنوان برنامه چیه. الان من یک بار دیگه میگم، شما گوش کنید، بعدا زنگ بزنید بیاید روی خط. تنفروشان شریف و جمهوری اسلامی فاسد یا مسئولان فاسد، در رابطه با تنفروشی داریم صحبت میکنیم. امیدوارم صدای منو بشنوید. تصویر قطع و وصل میشه از نظر شما، امیدوارم صدا ما داشته باشید، بشنوید ببینیم که در مورد کلن پدیده فحشا داریم صحبت میکنیم. بفرمایید دوست عزیز. بفرما دوست عزیز، صدای شما روی خطه، بفرمایید. بفرما خانم. جانم بفرما. شما
همه این زن ها همه دولت بدبخ کرده، همه زن ها ریان خدا شده، این همه دان همه تنفرشو میکنه ها بدبختی ها بیخرگی ها بیچارگی، نه خرگی دارن نه چی دارن، همه تو خانه پرورن، همه تو خانه پروری ها، همه شون تو خانه هست نیست که رو میگرم نیست علی چی اگه او اولای میبودن سیره علی نیست که رو میگرم نیست یه ایزاد میبرن تو خانه ده دقیقه نیست دقیقه علی چی او میگه تو رازی من رازی پروری خدا نابود بشم کنه شالا خدا نابود بشم کنه اگر سینما نمیدانیم چیکار کنیم این فیلم رو نگاه میکنم دارم گریه میکنم دارم گریه میکنم شوهره ما رو بردن شهید کرد دیگر ما داریم میسوزه خدا فقط شما مگه شما ها کمک کنیم ما رو ما نمیدانیم چیکار کنم ما نمیدانیم هر بزنیم ما الان بیه نابود شدم میدانیم هر بزنیم نه جان دارم چی ندارم. زنده باشی، خیلی ممنون که اومدین روی خط صحبت کردید، خیلی متشکر. اینم به نوعی همینه که هم فقر هم اینکه دولت انگار که هیچ کاره است، دولت هیچ وظیفه‌ای در قبال شهروندانش نداره، از فقر و فلاکت و بدبختی مردم کشیده میشن به خیلی مسائلی که ناخواسته است، نمیخوان. همطور که یکی از بینندگانمون گفت، هیچ انسانی و همطور که خود منم قبلا گفتم، هیچ انسانی دلش نمیخواد تحقیر بشه، هیچ انسانی دلش نمیخواد که مخفیانه مجبور بشه کارهایی رو انجام بده، هیچ انسانی دلش نمیخواد همیشه سرش رو بندازه پایین. همه آدم ها غرور دارن، شخصیت دارن و دلشون میخواد که با سر بلند، با گردن افراشته بتونن هر کاری انجام میدن و بتونن راجبش حرف بزنن. دوست هلو. عزیز صدای شما روی خطه، بفرما. شب بخیر خانم. شب بخیر، بفرما. من به حالی بفرما. بعد از در بیاد ایمان از پنجره میره بیرون. این کسافت ها فرق آوردن تو ایران، بدبختی فرق. بعدش اینا هیچ آماری درست نمیگن، نه اعتیاد آماریش درست میگن، نه بیکاری و نه اختلاف و اینا آمار درسته یا خیلی زیادتر از اینا. بله درسته، درسته. مصاب به عرش رفته. بله خیلی صحبت هم آشخال هست. ما رو با بدبختی روبرو کردن، ما رو با بله خیلی متشکرم ازتون، خیلی ممنون. ما همش دغدغه داریم، زندگیمون پر دغدغه است. فکرمون آزاد نیست، نه فکر بچه هامون نه خودمون. همش تو فکر این فردا چی پیش میاد چی میشه اینجوری زندگی میکنیم. بچه هامون هم تو فکره خودمون بدبخت شدیم. یا ما رو بدبخت کردن، خدا لعنت شد. خیلی ممنون دوست عزیز، حتما سعی میکنم که دوست عزیز صدامون صدای شما روی خط، بفرمایید. درود بر شما خانم بهاری. خیلی متشکرم. درود بر شما. ما که ما یک تنفروشی داریم که این تنفروشی به خاطر فقر و فاقه و نبودن امکانات رفاهی و اجتماعی است که درگیر جامعه ایرانه، و یک تنفروشی داریم که این رو شرعاً اسلامی ها به صیغه لقب دادن، یعنی بوی رنگ مشروعیت و قانونی بهش دادن. حالا باید دید که کدومی که از اینها شنیع‌تر و زشت‌تره. به نظر من کسی که از روی ناعلاجی و از روی فقر و فاقد به تن فروشی رو میاره، این رو میشه توجیه کرد که اگر زمانی که ما این رو رفاه اجتماعیش رو براش فراهم بکنیم و یک آسایشی براش به وجود بیاریم، این از تن فروشی دست میکشه. ولی یه موقعی هست که این تن فروشی که من این رو خود فروشی مینامم، این شرعن هست، یعنی این که میان به عنوان صیغه این رو بهش لنگ و لعابی میدن
و یک رنگ و لعابی میدن، این رو توجیه میکنن با قوانین شرعیه که دقیقا هم درسته، در حقیقت میشه گفت که ریشه اسلامی دارد. حتی من خاطرم از در کتاب آقای علی شریعتی که کتابش هست به نام فاطمه فاطمه است، ایشون اظهار میکنه که فاطمه زهرا میگوید که هیچ لذتی بهتر از صیغه شدن نیست. این گفتار رو از قول فاطمه زهرا بیان میکند، یعنی نشان میدهد که اینجا ما دیگه با تنفروشی روبرو نیستیم، با خودفروشی باید این رو جبران کرد، به اصطلاح خودفروشی باید بهش لقب داد. این لقبی است که واقعا برازنده آخوندها و سیستم جمهوری اسلامی امروز است. این خودفروشی یک فرهنگ میشه یواش یواش، یعنی خودفروشی به عنوان یک حرفه نیست، به عنوان یک کلتوره، به عنوان یک تمدن، به عنوان یک عرفه در جامعه آخوندی. یعنی یک خودفروش دروغ میگوید، دزدی میکند و همه کارها به رشوه‌خواری دست می‌یازد، همه این کارها رو می‌کند. این در حقیقت یک خودفروشی شرعی است، چیزی است که واقعا جامعه اسلامی اون رو داره توجیه می‌کنه. حالا جالب اینجاست که جامعه غرب هم برای این خودفروشی آخوندها یک به اصطلاح مشروعیت قائل میشه. من در اتریش که زندگی میکنم میبینم پاره از این افرادی که از کشورهای عربی فرار کردن و آمدن در اونجا، حالا پناهنده شدن یا لحاظی مهاجر خطاب میشن، اینها دارای چند به اصطلاح زوجگی هستن، پولیگامی رو دارن، 4 تا 3 تا زن با خودشون براشون آوردن و دولت‌های غربی اینها رو توجیه میکنن. دولت‌های غربی اینها رو قبول کردن متاسفانه، با وجودی که پولیگامی در کشورهای اروپایی ممنوع هست، اینها رو دارن روش سهه میگذارن. یعنی در حقیقت شریک جرم این جنایات جمهوری اسلامی به نحوی از آنها کشورهای اروپایی که دم از آزادی بشر میزنن هم هست. براتون آرزو موفقیت میکنم. خیلی متشکر از شما دوست عزیز، شما موفق باشید. صحبت ها میگم که خیلی زیاده، راجب صیغه و راجب فحشا داریم صحبت میکنیم، تنفروشی که حالا این دوستمون میگفتن مثل خودفروشی. از نظر من صیغه هم همون تنفروشیه. تو خیلی موارد کسی که صیغه میشه، همونطور که گفتم، مثلا میبینی یه مرد گنده سن و سالداری داره با یه دختر خیلی جوونی داره طرفو صیغه میکنه، فکر میکنید که مثلا عاشق هم شدن؟ فکر میکنید که مثلا دوست دارن همدیگر رو؟ علتش چیه که تن میده اون دختره به صیغه؟ خیلی وقتا اینه که تأمین میخواد بشه. یکی از تو همین فیلمه که نمایش داده شد، در ادامهش میگه، طرف میگه میری یه جایی منشی بشی، بهت میگن اوکی منشی باشو با ماهی 35,000 تومان و معشوقه من باشو، همون دیگه، یعنی صیغه من باشو یا معشوقم باشو یا با هم رابطه داشته باش. چون دستمزدی که بهت میدن کمه، ازت میخوان کم به دستمز میدیم، ولی اگه معشوقم بشی میام توضیح میدم، میگم ماشین برات میخرم، خونه برات میخرم. هر جا که مسئله سکس توام بشه با نرخ گذاشتن، نرخ براش بذارم، چه اینجوری باشه که بگی یه ماشین برات میخرم، چه به این که بگی یه شب باهات میخوابم، یه ساعت باهات میخوابم، 10 دقیقه باهات رابطه برقرار میکنم و این مقدار پول رو بهت میدم، این میشه تنفروشی، این میشه خودفروشی، این اسمش تنفروشیه. هر جوری باشه، اسمش صیغه میخواد باشه، اسمش میخواد تو خیابون وایمیسی جلوی ماشینا رو میگیری، هر چی باشه همین معنا رو داره. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام، خوبی خانم بهاری؟ خیلی ممنون. من صدام قطع شد اولش. این موضوعتون موضوع جالبیه، چون این الان وضعیت تنفروشو و وضعیتی که الان تو تهران یا ایران هستش که چیزتر بخیم شده و هر روز هم بیشتر میشه. مثلا تنفروشی رفته زیر رسیده به 13 سال و این نشون میده که دولت دیگه حسابی میشه که کوبیده که مردم رو فلاکت برسونه. اصلا دولت از سال 57 که اومد شروع کرد به اعدام و گرونی و بستن دانشگاه و بعد الان شما نگاه میکنید که این حوزه های علمیه به شدت آخون زیاده، بعد میان تو جامعه، بعد تو از 1000 تا آخون یه دونه معلم ما داریم، بعد نه ثبت نام میکنن نه استخدام میکنن، بچه های ما 50 نفر است، بچه ها نمیتونن درس بخونن،
بعد محتوی درس رو خراب شده بعد باعث میشه بچه ها به درس و اینا نرسیدن و خب وضع خانواده هم خب الان به شدت خرابه، نمیتونن خرجی بدن و خب میفتن به کارهای یه باندایی هست که اینا رو میکشنن به کار فساد. و همین پارک سر کوچه ما یه آقایی چند نفر آقا توی یه ماشین مدل میشینن مثل مثلا چیز بنزه، بعد یه دختر خانمی که کم سن ساله میاد رد بشه اون دختره رو میفرستن سراغش، میگم بیا بریم با این آقایون برات خرج میکنن چلو کباب بهت میدن و اینا، چون من یکی از نزدیکا رو فرستادم جلو. بعد اتفاقا زنگ زدم به صدرم گفتم اصلا نیومدن، انگار خودشون سردا تو جریانه که اینا اینجا وایسادن. خلاصه رفتیم اونجا که در روز کمانتری دعوامون شد چرا نیومدین، گفت بعد گفت میفرستم بری پیش قاضی یا بری پیش قاضی، اون مو قاضی حالیت میکنه اینجا دادگاه کردن یعنی. میگم بابا شما اومدید این دختر ما از ما داره اخبال میخوره به داستان چی یاده، آخر سر نزدیک بود ما رو بگیرن بکنن زندان به جایی که اونا رو بگیرن زندان. بله. در حال این دولت جز اینی که مردم رو داره به فساد میکشی که مردم انداخته به جون هم. یعنی الان شما نگاه میکنید که یه مجتمع 10 طبقه 10 واحده 30 واحده یهو مینی دعوا میشه سر اینی که این بچه داره راه میده بدو میکنه تفریح نداره همش تو خونه. بله خیلی متشکرم، لطفاً کوتاه کنید صحبتتون رو، پشت خط تلفن داریم. در کل میخواستم خدمتتون بگم که این واقعاً کار بی‌انصافیه، ولی مردم نباید این چیزها رو میبینن و مردم میبینن این چیزها رو و اگر بخوان رأی بدن و جمهوری اسلامی تصدیق کنن تایید کنن به خودشون و نژادشون و ملت ایران خیانت کردن. بله خیلی متشکر از شما دوست عزیز، نکات برخره پراکنده رفت و برگشت داریم. الان جمیل فرزان برای من یادداشت گذاشتن، گفتن که فیلم رو، همون فیلمی رو که یه تیکش رو شما اول برنامه دیدید، در انتهای برنامه همه فیلم رو پخش خواهند کرد که یک فیلم 15 دقیقه‌ایه که واقعا جنبه های مختلفی از مسئله تنفروشی رو اونجا و صحبت هایی که انسان‌هایی که با این پدیده خودشون روبرو هستن و خودشون دارن دست و پنجه نرم میکنن تو اون واقعا یه باطلاق انگار میتونید بشنوید. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. شب بخیر. شب شما بخیر. منشأ هستی تنفروشی در جهان باید بهش بررسی بکنیم که چیه. به نظر من منشأ اصلی سیستم سرمایه‌داریه. در سیستم شوروی سابق که یه رایحه خیلی کمی از سوسیالیسم بود، تنفروشی به این شدت وجود نداشت. بعد از متلاشی شدن شوروی که میگفتن معضل عالمه، اوکراین به چه وضع تبدیل شد؟ شد صادرات سکس دنیا. این نشون میده که اصلا سیستم سرمایه‌داری ذاتش همینه که مردم رو به عنوان یک کالا، یک پیچ و مهره حساب میکنه و باید سرمایه‌داری رو هدف قرار بده. اگر میخواییم مردم کل دنیا آزاد بشن باید فقط سرمایه‌داری تبخیر بدیم. خیلی ممنونم. بله خیلی متشکر، بسیار حرف درستیه که قبل از سرمایه‌داری هم فروش سکس و مسئله فحشا وجود داشته، اما سرمایه‌داری با سیستم خودش مدرن‌ترش کرده، امروزی‌ترش کرده، نهادینه‌ترش کرده و یه جورایی تثبیت کرده. به قول این دوستمون میگن توی شوروی سابق به این صورت فحشا نبود، الان به شدت گسترده است مسئله. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو بفرمایید دوست عزیز. الو سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید. من با این برنامه تنفروشی میخواستم تماس بگیرم. بله بله، من سیما بهاری هستم، شما روی خط هستید، میتونید راجع به این موضوع صحبت کنید، بفرمایید. خسته نباشید خانم، خوب هستید؟ خیلی ممنونم، مرسی. از این برنامه‌تون آقا، برنامه‌تون خیلی جذاب است، خیلی خوب است، ما هم خوشحالیم و این برنامه‌تون رو می‌بینیم. لطفاً این برنامه یکم واضح‌تر صحبت بشه. این خانواده‌ای هستن واقعاً بدبختن، نمی‌دونن. من خودم عمل اعتیاد داشتم، الان 9 ماه خورده پاکی دارم. اکثرا اینایی که عمل اعتیاد دارن رو به این کاران دارن، تنفروشی میبرن یا دستشون خالی میشه مجبورن میرن دنبال این کارا. بله.
یکم واضح تر صحبت بشه که بدبختی هم که نمیدونه بدونه. بله خیلی ممنون و واقعا از صمیم قلب خوشحالم که شما میگید 9 ماه ترک اعتیاد کردید. بسیار بسیار خوشحالم، امیدوارم همینجور بمونید و کمک بکنید به دوستانتون، به اطرافیانتون که و بیایید روی خط کانال جدید صحبت کنید، تجربیات خودتون رو بگید و کمک بکنید برای اینکه خیلی از آدمایی که مثل شما هستن و میخوان که به قول خودتون پاک بشن دست بردارن از اعتیاد، حداقل تو حدی که آدم میتونه مثل حرف زدن کمک بکنه. شما اشاره کردید به اینکه انسانهایی که معتاد هستن برای مسئله اعتیاد خودشون دست ممکنه به چنین کارهایی بزنن، این واقعی است. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. درود بر شما. در مورد موضوع برنامه بخواستم صحبت کنم. بفرما. این مسئله واقعا مسئله بزرگی در ایران که اختلالات اجتماعی به نظر من بهش میشه گفت که جمهوری اسلامی 100% در این وسط مقصر کامله. مردم در ایران چاره دیگه ندارن. البته نه، الان من نمیتونم بگم همه این کارو میکنن، خب واقعا بانواری که از بیچارگی یعنی از ناتوانی مالی مجبور میشن برای با کردن شکمهای بچهاشون دست این کارو بزنن، یا این که از ناتوانی واقعا مالی برای نگهداری خانواده و غیره. این جمهوری اسلامی در این وسط تمام نیروهای اجتماعی رو کاملا مختص کرده به خودش. تمام پولایی که دولت از منابع ملی ایران جمع میکنه، از فروش نفت، از منابع دیگر ملی، تمام خرج مساله خودش میکنه. اینجا میشه واقعا گفت که تنفروشان شریف، این جمله کاملا درستی. از طرف دیگه مسئله که در ایران در حال حاضر است، مسئله فساد اقتصادی که جمهوری اسلامی و تمام اکثر اون دست از کاراشون بهش مبتلا هستن، اینا به نظر من همون بهتر باید به اینا تن فروش گفت. اینا که وطن فروشی میکنن، اینا که تمام مردم رو به دردسر انداختن، اختلالات فرهنگی ایجاد کردن، مردان رو تن پرور بار میارن، زنان در ایران مجبور میشن تمام خانواده رو نگهداری کنن. حتی مردها، من اطلاع دارم که زنان واقعا نه تنها خانواده رو نگهداری میکنن، بلکه مجبور میشن برای شوهراشون حتی مردها اونا رو هم چیز کنن، نگهداری کنن، از بابت در آوردن پول و کار کردن و غیره و اینا. زنان در ایران فشار زیادی روی چونه هاشونه. خیلی هستن، تنها تنفروشی نیست، زنانی هستن که مجبور میشن کار کنن، مجبور میشن برای نگهداری بچه هاشون، حتی شوهرهاشون مجبور میشن 2-3 تا کار رو بوقته دیگیرن و مهم که برمیگرن خونه. اون فرهنگی که جمهوری اسلامی همیشه ترویج کرده در این 30 سال، حتی میشنوید که کتککاری و تعرض و غیره و غیره در انتظارش به موقع از به خونه برمیگرد. بله من خواستم فقط یک چیزم بهش اضافه کنم. این رو باید مردم خودشون نهادهای اجتماعی رو ایجاد کنن، نباید در انتظار دولت بمونن که بیاد اینجا کاری بکنه. نهادهای اجتماعی هرچند
خیلی مشکله، ولی حتی میشه پنهانی این کارو کرد، حتی محله ها میتونن این کارو بکنن که هم دیگه کمک کنن. اگه میبینن که مثلا یه خانومی تنها داره بچه‌هاش رو نگهداری میکنه، بچه‌ها مجبور اون خونه رو در بیاره، میشه حتی یه از طریق همین شورای محلی میشه به اینا کمک کرد. نهادهای اجتماعی تشکیل دادنش از طریق همین رسانه شما غیر و اینا میشه این نهادها رو تشکیل داد که مردم بتونن به خودشون کمک کنن. بله، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. باید قطع بکنم تلفنتون رو با اجازتون، به خاطر اینکه دوستانمون پشت خط نباید معطل بشن. خیلی ممنون به هر حال از اینکه در برنامه شرکت کردید. و مسئله اساسی این هستش که اگر میخواییم از شر این وضعیت خلاص بشیم، چون ببینید شما در نظر بگیرید ما هر روز تقریبا هر روز برنامه پخش مستقیم داریم و معمولا موضوعات و نکاتی رو انتخاب میکنیم که معضلات جامعه است. مردم میان، شما خودتون میاید روی خط صحبت میکنید، از زوایای مختلف مسئله رو بررسی میکنیم و میبینیم که واقعا معضلات یکی دوتا نیست و همه اینا رو وقتی که میشکافیم قضیه رو، سر نخش میرسه به دولت. میگیم دولت هستش که مسئولیت نداره در قبال شهروندانش و این اتفاقات میفته. زنانی که سرپرست خانواده هستن و شغل ندارن، کار نیست براشون، درآمدی ندارن، اگر شاغل هستن درآمدشون به شدت ناچیزه و برای نگهداری بچه هاشون، برای اجاره خونه، برای خرج مخارج درمونده میشن و رو میارن به این کار. قطعا همه نه، ولی خیلی هاشون این اتفاق میفته براشون. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمید. الو، بفرما. درود بر شما خانم عزیز. خیلی متشکرم، درود به شما. من از شهرستان جیوب زنگ میزنم. بله. و اصلا با عقیده شما هم نظر نیستم، ولی به دلیل اینکه شما کمونیست ها عدد و تربیت خوبی دارین، من بعضی وقت برنامه تون رو گوش میدم. چه خوب. در مقایسه با بقیه شبکه‌ها کمونیست‌ها واقعا عددشون خوبه. من 28 سال سن دارم، تو همون زمان انقلاب هم شنیدم که کمونیست‌ها آدم های خوبی بودن، یعنی تعریف با ادب بودن. خب خیلی خوب. یه پیامی برای خامنه‌ای داشتم. آی خامنه ای، یادت زمان ما ارزاشا پهلوی تعریفیت کردن زیرفت؟ یادت کوچه نسی تعریفیت کردن گدایی میکردی؟ الان همون زیرفت تو دانشگاهش دختر دارن تنفروشی میکنن، دخترهای اصفهانی، شیرازی، همه جای کشور دارن تنفروشی میکنن. آقا خودم این پیامون بیارم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خیلی ممنون. به هر حال خوبه یه وجه مثبت داشتیم که این دوستمون برنامه هامون رو میبینن. امیدوارم مرتبا برنامه همون رو ببینین، امیدوارم که به مرور با عقاید ما بیشتر آشنا بشید و ببینید که عقاید انسانی هست، عقایدی هستش که انسان محورش هست و تلاش هست برای ساختن جامعه‌ای که انسان بتونه راحت‌تر، بهتر و محترم‌تر زندگی بکنه. به هر حال همینقدر که اومدید روی خط و صحبت کردید ممنونم ازتون. اما برگردیم ببینیم که نکاتی رو که میخواییم راجبش صحبت بکنیم حتما برمیگردم دوباره. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. میخواستم خب گفتیم که یکی از دوستانمون گفتن نهادهای اجتماعی درست بکنید که بتونه به این مسائل بپردازه و کمک بکنه. این خیلی روحیه خوبی هست برای اینکه بدونیم چجوری با جمعمون میتونیم کمک بکنیم، برای اینکه کسانی رو که توی این مخمصه گیر کردن رو چجوری کمک بکنیم، چجوری نجات بدیم. هرچند که این مسئله اجتماعی هست، ولی همینقدر که فکر کنیم ببینیم توی محلمون چه آدمایی هستن که نیاز به کمک دارن و
تلاش بکنیم برای اینکه یک جمعی درست بکنیم که به این شخص کمک بشه، این روحیه بسیار بسیار خوبیه. منتها من میخوام این دید رو یه مقدار گسترشش بدم، بگیم با توجه به اینکه توی جامعه این پدیده بزرگی هست، هر روز داره گستردگی پیدا میکنه، طبق گفته مسئولین سن فحشا داره پایینتر و پایینتر میاد، الان میگن دخترای 10 ساله از خونه فرار میکنن و هیچ بعید نیست که بیفتن توی باندایی که تنفروشی رو سازمان دارن میدن. مسئولین و کارشناسان میگن که از 6000 تا زندانی که به خاطر مسئله فحشا توی زندان هستن، وقتی که بررسی آماری میکنی درصد بالایی از اونها، الان نگاه میکنم میگم دختران بین 12 تا 25 ساله بیشترین تعداد این زندانیان رو تشکیل میدن. دختران توجه کنید 12 تا 25 ساله، یعنی کودک. کودک دوست عزیز، صدای شما روی خطه. سلام علیکم. خسته نباشید. خیلی متشکرم. بفرما. در موضوع موضوع مخاطب نمایم یه جوان کار شد، نه جوان داره نه کار، ما یه سال با این زن باشه مورجم یه یه نوع تبدیلوشی رو بشه، الان خونه من داره تبدیلوشی مخونه نفتی با یه زن باشه این معنی چی میشه؟ تبدیلوشی برای مخصوص زنانی. بله درست. مخصوص مخصوص درسته. ما الان خود ما مجبوریم، ما یه نفت داشتیم. شب شما بخیر. نکته بسیار درستیه. بیشتر ما راجع به زنان تنفروش صحبت میکنیم، ولی همطور اول برنامه هم گفتم که الان مسئله تنفروشی مردا هم مسئله هست. یعنی وقتی که فقر باشه تو اون جامعه از این اتفاقات میفته. اما داشتم راجع به این صحبت میکردم که یه مقدار گسترده تر نگاه کنیم، چون مسئله تنفروشی منحصر به یک کوچه و یه محل و یه شهر نیست، پدیده اجتماعی هست که سر تا سر ایران رو، حالا در مورد ایران داریم راجع به صحبت میکنیم، سر تا سر ایران رو در بر میگیره. الان دوستمون از جیروف صحبت کردن، گفتن توی دانشگاه دخترها دارن تنفروشی میکنن، حتما برای هزینه تحصیلشون، حتما برای هزینه کتاباشون، حتما برای هزینه زندگیشون مجبور میشن این کارو بکنن. بنابراین پاسخ اجتماعی میخواد این مسئله. اگر دوستمون توصیه کردن، گفتن نهاد اجتماعی درست کنیم که تو کوچه‌مون به کسی که فکر میکنیم مشکلی داره کمک بکنیم، من میگم توی ایرانمون نهاد اجتماعی داشته باشیم که بتونه از این مسئله به اصطلاح نسبت به این مسئله واکنش نشون بده و کار براش انجام بده. دوست عزیز، صدای شما روی خطه، بفرمایید. ممنونم خانم سیما بهاری، از برنامه بسیار با ارزشتون فکوس کردن رو تنفروشان شریف و جمهوری اسلامی فاسد. من اولا بهتونیم به عنوان یه انسان یه کمونیست تبریک میگم. من تو صفحه تلویزیون وقتی چهره شما رو میبینم که چقدر از شنیدن این مسائل رنج میبری، من حتی متوجه شدم که لحظاتی حتی خواستی زیر گریه بزنی ولی به عنوان یه مجری لبخند زدی. این خیلی سخته. من از این جنبه خواستم، از جنبه انسانش به این مسئله اشاره کنم که چقدر کار مهم میران تو میدی. در این حال میخواستم به اون طرف قضیه هم یه اشاره کرده باشیم. من به عنوان یه مرد اگر از بی سکسی بمیرم حاضر نیستم انسان بخرم، یعنی برم پول بدم یه انسانی رو 1 ساعت 2 ساعت در اختیار بگیرم، چون دارم پول میدم برداشت میکنم، برگشتم به بردهداری حیوانیت، خریدم اون آدم، نمی کنم این کارو. و اینم بگم که من زمانی زندگی مفهوم کرد که عضو حزب کمونیست کارگری شدم، مدت زمان زیادی نیست ولی واقعا مفهوم انسانیت رو فهمیدم. از این زمان من میخوام به هموطنم بگم که لازم نیست شما برین نمازتون رو بکنین، خداپرست باشین، هر عقیده‌ای که دارین دارین. حزب کمونیست کارگری ایران حزبیه برای مبارزه، برای برابری، عدالت و انسانیت.
حزب کمونیست کارگری کاری با خدای شما با عقاید شما نداره، کار به این داره که شما چقدر فهمیدین تو این جنگ با سرمایه‌داری متحد بشین و این کانال اتحادین است. به این خاطر خواستم یه مسئله دیگرم بگم که من به عنوان یه انسان از جبر جمهوری اسلامی فرار کردم، بعد از 7 سال زندان از مرگ نجات پیدا کردم، اومدم این ور و آشنام با جامعه غرب در کشوری مثل نروژ. تو نروژ با اینکه کشور سرمایه‌داری هست ولی یه سری مسائل در نتیجه مبارزات مردم، اون هم نه دولت، مبارزات مردم رعایت میشه. از جمله اینکه اینا میرن مردایی رو، مثلا یه خیابونی هست که خب خانم‌هایی که از کشورهای اطراف میان برای تنفروشی، خود نروژ مرفع تنفروش نداره، ولی اونایی که میان برای تنفروشی مردا رو دستگیر میکنن، یعنی پلیس مخفی هست خریدار رو دستگیر میکنه و اون خانما رو شناسایی میکنه، تعمیم میکنه. این خودش دیرفته نشون میده، مستقیما نشون میده که دولت چقدر وظیفش مهمه این وسط. و مشخصا ما میدونیم که دولته که مثل عامل این تنفروشی هست، دولته که مثل این مسئله رو اشاعه میده، بخواستین که به نفعشه که این کار رو بکنه. خیلی متشکر از وقتی خیلی متشکر از شما سرور کاردار عزیز، ممنون که در برنامه‌مون شرکت کردید. خب دوستان عزیز، ادامه میدیم صحبتمون رو و اینکه خب سرور کاردار اشاره کردن به نقش دولت، منم همینجا میخوام یه یادآوری بکنم و بگم که در کشور سوئد فحشا غیر قانونیه، کسی که فروشنده هست مجرم نیست، خریدار رو به عنوان مجرم میشناسن و اگر در حین به قول معروف چانه زنی دستگیرشون بکنن، اون خریدار هست که مجرم شناخته میشه. با همین دیدی که الان سرور کاردار اشاره کردن برای ریشه‌کن کردن فحشا. دوست عزیز صدای شما روی خط، بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز. خسته نباشید. خیلی ممنونم. خیلی متشکرم، زنده باشی. میبخشی یه روز مرغای من شما شده، یه خانم هایی که اجتماع که صحبت میکنم بعد شما به یه خانم هستی، خودم دونجا یه شخصیت در این شخصی خوب نیست این خانم های شما این حرفی بزنن. بعد این کارا اسلامی و قرآن و دین و همه رو چیز میکنه، شما به یه خانم هستی، یه آورده خانمی اونجا نشستی آورده توی میبرن. بعد این کارا من الان یه نفر باز نشستم 900 تومن حقوق میگیرم، زیر زمین در نشستم، شوهرم رو فوت کردی، اون 500 تومن حقوق 500 تومن اجاره میدم و ولی برای اصلا خودم چیز میکنم. شما به یه خانم اونجا هستی، شما این کارا با ولی گوش نکن، تو شخصیت داری نشسته پشت تلفن پشت تلویزیون، آبر ناموسه، همه خانم هستیم، اینقدر کار فراوانه. ما الان 60 سالم هم که نمیدن خونه من کار میکنم که آبورداری، یه نوم خالی میکنم آبورداری میکنم. این کار خوب نیست، این خانم ها توی ناراحت میکنم، این خوب نیست، این هر کاری تو هم میزنم. بله. شما این هر کاری پوش نکن عزیز من. خیلی ممنونم. میدونید مسئله وقتی که اول گفتم جامعه درو بار میاره آدم ها رو، میگیم راجبش حرف نزنیم، ولی پدیده ای هست که موجود هست، وجود داره، راجبش حرف نزنیم چون بده، چون من زنم راجب فحشا حرف نزنم، راجب خرید فروش سکس صحبت نکنم چون زنم. اتفاقا من از این زاویه که زنم یا مردم حرف نمیزنم، من از این زاویه حرف میزنم که انسانی هستم و اومدم عزم جزم کردم برای تغییر، برای اینکه نمیخوام توی خیابون آدم ها وایسن سر تنشون چونه بزنن ولی من چشمامو ببندم بگم زشته، من نباید راجع به این چیزا حرف بزنم چون زنم. من نمیخوام، من میخوام اتفاقا اون پرده ای رو که روی جامعه انداختن که سعی میکنن این چیزا دیده نشه یا راجبش گفته نشه بزنم کنار، بگیم ببینیمش، ببینیم این پدیده رو. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید صحبت کنید. با درود به خانم بهاری و خسته نباشید. خیلی متشکرم، درود به شما. خوب است خانم بهاری، باشید در ما میخونی که الان زنگ زنن. بله. فکر کنم ایشون تو ایران زندگی نمی کنن یا خودشون به خواب زدن
که چشاشون رو بستن دوربرشون رو نمیبینن. مگه با 900 تومن حقوق میشه زندگی کرد؟ 500 تومن هم حالا کرایه میده. بله. چرا اینا رو کتمان میکنن؟ چرا دروغ میگن؟ واقعیت های جامعه رو چرا نمیان بگن؟ بله شما خودتون فرمودین از 10 سالگی. بله کاملا صحیح میفرمایید. حکومت اسلامی قرآن و فلان این حرفا چیه؟ خودشون رو به خواب زدن این خانوما. دروغ میگن. با تشکر از خانم بحری، شما با آقای سیامک بحری نسبتی داری؟ اینا موضوع مسئله خصوصی و شخصیه، بهتره که توی برنامه راجع به این صحبت نکنیم. خواهش میکنم. ببخش. خواهش میکنم. ببخش. خدا حافظ. زنده باشی. بله بله، میخوام بگم که مسائلی هست توی جامعه وجود داره، چه ما راجبش حرف بزنیم چه نزنیم، نمیتونیم چشمامون رو ببندیم بگیم که به این مسئله نگاه نکنیم چون زنونه مردونه است، چون زشته، چون قبیحه، چون بده. آره واقعا فقر یک چیز بسیار زننده و زشتیه، کار کودکان یک چیز بسیار زننده و زشتیه، ولی مگه میشه با اینکه چشممونو ببندیم و بگیم راجبش حرف نزنیم، مگه چیزی تو جامعه تغییر میکنه؟ اتفاقا گفتم میخوایم اون پرده ها رو پس بزنیم، بی پرده و واضح راجب این مسئله صحبت بکنیم تا راه حل براش پیدا بکنیم. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام، خوبی کار بباره؟ خیلی ممنونم. چه برنامه شما گذاشته؟ اسلامی خیلی خوبه، شما هم در برین با اسلامتون بگردین و بسازین و خوش بگذره بهتون. اونایی که بهشون خوش نمیگذره و ناراحتن میان رو این خط صحبت میکنن و همگی ما با هم میخوایم راه حلی پیدا بکنیم برای اینکه از شر اون اسلامی که مردم ناراضین ازش خلاص بشین. شماها دارین کیف میکنین و خوش میگذرونین، حتما برای خودتون یه جایی رو پیدا بکنین که برین با اسلامتون خوش بگذرونین و خوش باشین. به هر حال میخواستم به این مسئله بپردازم که این موضوعی است بسیار اجتماعی، همه جا رو در بر میگیره، بنابراین یک راه حل همگانی و مربوط به همه جا باید راجبه صحبت کرد. بفرمایید دوست عزیز، شما صداتون روی خط. بله، و به اون نکاتی که دوستمون اشاره کردم گفتم که میگن توی کوچه‌مون نهاد اجتماعی درست بکنیم. من میخوام به این جا برسم، به این نکته برسم که یک پدیده اجتماعی اگر بخواد پاسخ اجتماعی بگیره، یک جریان اجتماعی میتونه پاسخشو بده و اون جریان اجتماعی، جریان بزرگی که مربوط به همه کوچه های توی ایران و همه محله های توی ایران و همه شهرهای توی ایران میشه، حزب ماست، حزب کمونیست کارگری. حزب ما پاسخ داره برای این مسئله، پاسخ داره. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. خانم بهاری، میخواستم بگم شما دارید درد رنج مردم رو فقط تازه میکنید، اگه نه هیچ راه حلی ندارید برای من. خب حالا من حتما راجع به راه حل صحبت میکنم که ببینیم راه حل داریم یا نداریم. یکی از دوستانمون گفتن که کسانی که تنفروشی میکنن باید بهشون شغلی داده بشه، منبع درآمدی باید داشته باشن، یه جوری حمایت بشن. بله، زنان تنفروش یا مردان تنفروش شهروندان محترم جامعه هستن. جامعه موظفه اگر میخواد اینا رو از این منجلاب در بیاره، براشون شغل داشته باشه، براشون درآمد داشته باشه، براشون راهی پیدا بکنه برای اینکه بتونن یک شغل شرافتمندانه پیدا بکنن. نمیتونیم بگیم این بده، این بده، این بده، ولی وضعیتشون همینجوری نگرشون داریم. درآمدی نداشته باشن، امکاناتی نداشته باشن. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید. حالا میخواستم عرض بکنم اگر به قول معروف کنفروشی یا هر کاری، کنفروشی هم در واقع چی شغله، مستیگری قدیمترین شغل شناخته شده، اگر عادلانه باشه و درست معاصره بشه هر دو طرف رو میشن اشکال نداره. منظورتون چیه عادلانه؟ منظورتون چیه؟
یعنی به قول معروف آخه بعضی هستن پول خانوم رو نمیدن، مبلغش رو بهشون نمیدن، اذیت میکنن یا سوء استفاده های دیگه میکنن یا به قول معروف از روش های سکس خشن استفاده میکنن. اگر دو طرف معقول باشه با هم مثلا سکس داشته باشن و یه مبلغی هم بینشون در نظر گرفته بشه مثل سیره دیگه هیچ اشکالی نداره. بله بله، ما با همین مخالفیم که سکس رابطه بسیار نزدیک آدم هاست و نباید مثل کالا نگاش کرد، نباید اینو مثل کالا نگاه کرد. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام خانم بهاری. سلام به شما دوست عزیز. از آن بوجود شما حکومت ما خیلی وقت دیگه یعنی کار ساخته، یعنی احنام تا الان کنندنم تا همین امسال حدودم 7-8 دختر با کشما سنان دیدن کنندن نقصشون کردن، هر کار دلشون کردن و اینا یکی دماغشو بریدن یکی سرشونو بریدن دیگه. حالا به نظر من دیگه یعنی کاری کردن که ما نمیتونیم نتاق بیشتیم دیگه. حالا من این نتاق بشتیم. خیلی ممنونم، کوتاه و مختصر. و اینکه این دوستمون میگن که اگه عادلانه باشه چه تضمینی هست برای این. من دارم از اول برنامه اینو میگم، میگم اون جامعه یه جوریه که اگر زنی تنفروشی بکنه برگرده داد بگه بابا جان ایشون با من سکس داشتن پولمو ندادن، کسی بر نمیگرده بگه کمک میکنم بهت. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. دوست عزیز میخواید صحبت بکنید یا نه؟ بله بله، بفرما بفرما. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرما. الو سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید. من حتی شما رو تایید میکنم بیشتر توضیح بدید. در مورد بگید در مورد چی بیشتر توضیح بدم؟ ادامه بدید دوست عزیز، به تلویزیون توجه نکنید، بگید راجع به چی بیشتر توضیح بدم. همین که درباره تنفروشی دارید صحبت میکنید، من تایید میکنم که شما از چی میگید، بیشتر توضیح بدید درباره این. بله بله حتما حتما. نمیدونم در مورد چه قسمتیش، چون فقط میگن تایید میکنم حرفامو. حتما اینجوریه که منظور اینه که کسی که مجبور نباشه تنفروشی نمیکنه و وقتی که تنفروشی انجام میشه این دوستمون میگن که عادلانه باشه به اندازه همدیگه، اگر از این رابطه لذت میبرن یا هرچی پولی هم تو این رابطه رد و بدل بشه اشکالی نداره، اینو دارن میگن. من میگم این واقعی نیست، این واقعی نیست. وقتی که اون یکی از بیننده هامون میگن شما اونجا نشستی چون شخصیت داری راجع به این موضوع حرف نزن، به طریق اولا اون جامعه نمیخواد در مورد این مسئله حرف زده بشه. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. درود بر شما خانم بهاری، خسته نباشید عرض میکنم، فرهاد هستم. احوال شما چطوره فرهاد عزیز؟ قربانتون برم، خسته نباشید عرض میکنم بهتون خانم بهاری. اول میخواستم سال روز ورود نحس جلاد بزرگ به کشور رو تسلیت بگم به مردم که چنین روزی نحس و بدبختی به صورت ملت ایران پاشیده شد و فقر و فحشا و جنگ و بدبختی و تنفروشی در همین 12 بهمنی که شما اونجا نوشتید به کشور ما با فرانس از فرانسه با خط مستقیم واردش کردن تو ایران، مثل یه ویروس سرطانین رو پخش کردن تو کشور و تا الان که الان 37 سال مردم دارن بدبختی هاشو پس میدن. بعد در مورد مسئله تنفروشی دون خانم بهاری باید بگم که یه خانمی اومدن به شما گفتن که زشت این حرفا رو نزنید. خانم عزیزی که در کشور هستید میگید من نمیدونم با کمترین حقوق و دستمزد و اینجور چیزا دارم زندگی میکنم، میگم خدایا شکر. چون نباید همه رو بکشم خودت ببینی که مثلا بگید چون من انتظاراتم کمه بقیه مثل خودم هم. من الان خودم زنی رو میشناسم که 3 بچه داره، خاطر بچه هاش داره تنفروشی میکنه چون از هیچ جا هیچ حقوقی هیچ حمایتی نمیشه. اگر تنفروشی نکنه، اگر کس نفروشه بچه هاش گشت نمیخوابن. شما از اینا خبر دارید؟ با اینکه ما بیاییم بگیم آقا صحبت نکنیم زشته که کار درست نمیشه، باید بیاییم صحبت کنیم بیشتر یابی کنیم. اون آقایی هم که گفت شما
فقط حرف میزنی درد دل تازه میکنی، باید بهش بگم چرا آقا حل معلومه، باید تو بیاد با من هم صدا بشیم بریم حقمونو بگیریم و اجازه ندیم ثروت مملکت خارج بشه برای سوریه و حزب الله و فلسطین و گروه های تروریستی. نیاید اینجا با اینجور حرفا صحبت کنید تا آقا اسلام خوبه. ما کاری به اسلامی که شما تو خونه خودتون دارید نداریم، ما با اسلام سیاسی کار داریم. اسلام از صفحه سیاسی کشور باید حذف بشه و با دست حزب کمونیست انجام میشه. مرگ بر جمهوری اسلامی. درود بر شما خانم بهاری. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما دوست عزیز، درود به شما هم. و به هر حال میخوام بگم که به قول فرهاد عزیز، پدیده هایی از این قبیل رو نمیشه بگیم راجبش حرف نزنیم چون زشتن، چون بده، چون من زنم، چون شما مردی، چون اون بچه است، راجب این چیزا نگیم چون اینا واقعی هم. گفتم خیلی از پدیده ها هست توی جامعه بسیار زشت و زننده است، باید نگاهشون بکنیم، باید جرأت به خودمون بدیم نگاه کنیم، راجبش حرف بزنیم، بررسیش کنیم و ریشه یابیش بکنیم تا بتونیم این پدیده رو از بین ببریم. داشتم میگفتم که برای اینکه این یک پدیده اجتماعیه، اجتماعاً باید پاسخ بگیره. اجتماعی ترین جریانی که میتونه راجب این مسئله صحبت بکنه و راه حل داشته باشه حزب ماست. حزب ما مربوط به یک منطقه و یک نقطه و یک شهر و یک بخش نیست، مربوط به همه جامعه است، همه جامعه رو در بر میگیره. و اگر راه حلی داده باید داده بشه، باید راه حلی باشه که همه جامعه از این پدیده مسون بشه. گفتم اگه ما سر کار بیایم که با کمک شما، با قدرت شما میتونیم این کارو بکنیم، اگه سر کار بیایم با این مسئله، اولین کاری که میشه کرد اینه که دست واسطه ها رو قطع بکنیم، واسطه دیگه نباشه. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام. سلام به شما. ببخشید من مقاطعم، ببینم اینایی که دارن میگن که اسلام درسته، اینا اسلامشون درست نیست، قبول دارم، اما طرف نمیتونه با زن خودش درست برخورد بکنه، با بچه خودش درست برخورد کنه، و الا اگر زنی که خودش بدونه جایگاه زن بودنشو بدونه، چه نیازی داره که بخواد اصلا تنفروشی بکنه؟ الان بیشتر چیز ما رو فقط مردم گرفتن. بیشتر چیو؟ بیشتر کار مردم رو خانوما گرفتن. خانوما بیشتر گرفتن، واقعیت رو دارم میگم. الان شما تا هر جایی که میری برای کار پیدا کردن، فقط چیه؟ خانوما رو میخوان. به خاطر چی؟ به خاطر کثافت کاری. یه خانومی که خانوم باشه، خانوم اصلا حق جایگاه زن یعنی چی؟ جایگاه زن یعنی چی؟ بشینه بچه داری کنه، بشینه خانه داری کنه، بشینه با زندگی کنه با شوهرش، نه این که چی؟ بشینه با بیاد بره بیشتر مثلا با مردای بیرون. خیلی ممنون دوست عزیز، خیلی ممنون از اصلا نگاهی که شما دارید خیلی معلومه. من دارم میگم که توی جامعه ایران بخش زیادی از زنان ناناور خانواده هستن. شما دارین میگین زنه بشینه با شوهرش زندگی بکنه؟ شما دارین اینو میگی؟ یعنی به نظرتون زن ناناور خانواده نداریم؟ زن سرپرست خانواده نداریم؟ دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام عرض، شبتون بخیر خانم بهاری، من رضا هستم. حال شما چطوره؟ جامعه‌ای که اینقدر نابرابری، ظلم و بی‌عدالت باشه، کودک خیابونی باشه، پابرهنه باشه، هفت ماه کارگر حقوقش ندن، مجبور یه انسان تن خودش که به خودش مربوطه بفروشه در مقابل پول. جامعه نابرابره. می‌بینی این همه ثروت و پول و سامان و این همه، وقتی من کارگر تولید میکنم خودم بهره نمیبرم ازش، اعتراض میکنم میگم حق من کو منه تو زندان میدادن، مجبورم من تن فروشی کنم.
مجبورم حکومت پدیده شوم اسلامی مجبورم به زیر کشم، مجبورم این حکومت به واقعا به نظر چیز واردان تاریخ. من انسانم، حرمت دارم. کسی که به من میگه فاحشه، واقعا این کلمه ضد انسانی باید به چالش کشید. فاحشه یعنی چی خانم؟ آقا من انسانم، از نادانی از این که پول ندارم من بخرم برای بچه، مجبورم تن فروشی کنم. پس چیکار کنم؟ دزدی میکنم، دستم قطع میکنی، من تن خودم که به خودم مربوطه میرم میدوشم جان رو تو نظام شوم رهبری علی خامنه ای. این نظام رو بایدی به چالش کشید، این نظام رو بایدی سرنگون کرد. با هر برای این نظام نیست، ولی همین حالا باید این جهده رو صاف کنیم که این نظام و این سیستم ضد انسانی، ضد کارگر، ضد زن، ضد کودک. بله. خیلی ممنونم از میبستی که به من دادی. خواهش میکنم، زنده باشید. و منم خیلی ممنونم از اینکه در برنامه‌مون شرکت کردید. اینجا راجع به مسئله تنفروشی خیلی صحبت میشه. من دلم میخواد اگر کسی مجبور شده تنفروشی کنه، خودش بیاد روی خط صحبت کنه، بگه واقعا از خوشی میره این کارو میکنه، بره بگه واقعا خیلی لذت میبره از این رابطه، بیاد صحبت بکنه. دوست عزیز، صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو، بفرما. با خانم سیما بهاری میخواستم. بله بفرمایید، من خودم سیما بهاریم، شما روی خطین، بفرم. سلام خانم سیما بهاری. سلام به شما دوست عزیز. من صدام پخش میشه؟ بله، صدای شما پخش میشه. بله، میخواستم در مورد اینه که زنگ میزنن میگن خانما بیشتر کارا رو توی مملکت حالا به دست گرفتن، آقایون فلان و بسان، خواستم بگم که الو. بله بله، صداتون پخش میشه. صدای من هست؟ بله بله، صداتون داره پخش میشه. میخواستم بگم که این آقایی که زنگ میزنه میگه خانم‌ها بیشتر حالا تخت مملکت رو به دست گرفتن، یا این که دارن کارا رو انجام میدن، چرا آقا معتاد میشن؟ چرا شما معتاد باشید که یه زن مجبور بشه به خاطر خرج خانوادهش بره دنبال کار، بره کنفتی کنه، بره دستشویی مردم رو تمیز کنه؟ حالا یه زنی که با آبرو هست و واقعا اصل و نسب داره نخواد اول از تنفرش شروع کنه؟ چرا یه مرد قد بی عرضه باشه؟ چرا یه مرد تن به کار نده؟ چرا یه مرد معتاد میشه؟ چرا یه مرد دنبال حالا کارهای اضافه کاری و بالاخره حالا حرفه و هنر بیشتری نره؟ بس اون زنی که کار میکنه مرد بر خودش که داره واقعا با شرافتش حالا هر کاری، من اصلا کاری هیچی ندارم، هر کاری که انجام میده یه مرده. حالا شما اسمش تنفرشی میذارید، کلفتی میذارید، کار با آبرو میذارید، هرچی میذارید، به خاطر چی هست؟ به خاطر ترسشه، ترس از آینده بچه هاش، ترس از زندگیش، به خاطر اینکه میترسه که بچه هاش فردا یکی مثل خودش نشن، مجبور تلاش کنه پول در بیاره بچه هاش رو یه جایی برسونه. مردش کار نمیکنه، یا معتاده یا بی عرضه است، یا بالاخره هزار تا مشکل دیگه داره. زنه بلند میشه کمر همت میاره میره دنبال کار، حالا پول توش باشه هر کاری، اول از کلفتی شروع میشه، بعد دیگه به جای دیگه کشیده میشه. ممنون، متشکرم. زنده باشین دوست عزیز، خیلی ممنون از اینکه اومدید روی خط و صحبت کردید. باز هم میگم کسانی که اگر بیننده تلویزیون هستید و مجبور شدید به تنفروشی دست بزنید و تن بدید به این کار، بیاید روی خط صحبت بکنید، بیاید و بگید جامعه چجوری شما رو سوق میده و هول داده توی این وضعیت. بیاید بگید کسی که طلاق میگیره و اولین لحظه طلاقش مصادف با این میشه که اوکی طلاق میگیری بیا صیغه من بشو، از طریق حاج آقا این مطرح میشه، اون جامعه به این صورت به زن داره نگاه میکنه. دوست عزیز، صدای شما روی خطه، بفرمایید. خانم باری سلام، شب بخیر. شب شما بخیر. خانم باری جانم، بفرما. خانم باری شب شما بخیر. شب شما بخیر. این کانال شما رو من همیشه زیر نظر دارم و میبینم. بله. نه فکر کنید یک شب دو شب،
من دائم این برنامه شما رو دارم میبینم. اون خانومی که داره میگه که این اون آقای برز میخوام، اون آقایی که میگه خانم و سرکارم، اول از این که خیلی اشتباه میکنه، خیلی بیجا میکنه اون آقا که میگه که این خانم ها سرکارم. در جمهوری اسلامی هیچ کسی رو سرکار، خانم ها رو آنچنانی نمیذارن سرکار باشن. اون آقا خیلی اشتباه میکنه. در ضمن خانومی که با 9 تا بچه داره یا 8 تا بچه داره، آیا اگر شوهر بکنه اشتباه کرده؟ آیا اشتباه کرده این خانم بخواد شوهر بکنه، نره تنفروشی بکنه، بره شوهر بکنه، زندگی بکنه، بشینه سر زندگی؟ آیا این اشتباه نمی کنه که؟ ولی خانوم های در ایران متاسفانه میگن نه، فقط ما، فقط ما، فقط ما. ولی اگر بیانی خانم ها یه خود بشینن فکر کنن، بگن اگر خانمی که داره تنفروشی میکنه شوهر ما، اون خانم رو بیاره زیر پوشش خودش خدی شده، چه گناهی داره؟ آیا چه گناهی داره؟ گناه میکنه؟ هلو. یعنی منظورتون اینه که چند همسری مردی بره به خاطر اینکه سرپرست یکی بشه، بیارتش تحت پوشش خودش، این هم خب چند همسری دیگه. و خب شما تصور بکنید اگر مردی تن فروشی بکنه، بعدن همسر شما بگه چه اشکالی داره، من باهاش ازدواج میکنم، با این مرده میارمش تحت پوشش خودم، قبول میکنی؟ قبول داری تو اینو؟ چجوری وقتی به مسئله زنه که میرسه اشکالی نداره؟ زنه باید قبول بکنه که شما بری زنی رو بیاری تحت پوشش خودت. اینجا از مسئله است که آدم میگه دولت چه کاره است؟ مسئله کودکان خیابانی رو که یه عده آدم خیر باید بیارن تحت پوشش خودشون، زنان فاحشه رو یا تنفروش رو که مردای خیر باید بیارن تحت پوشش خودشون، دولت چه کار است اینجا؟ دوست عزیز صدای شما روی خطه بفرمایید. بفرمایید دوست عزیز صدای شما روی خطه، میتونید صحبت کنید. من میخواستم با خانم بهاری صحبت کنم. من سیما بهاری هستم، در خدمتون هستم. بفرمایید صحبت کنید، تلویزیونتون رو کم کنید صداشو. سلام عرض کردم. سلام به شما دوست عزیز. خانم بهاری سلام. سلام به شما دوست عزیز. خسته نباشین عزیزم. خیلی ممنونم. درود بر شما، درود بر شرفتون. خیلی ممنونم. من خیلی از برنامه‌تون خوشم اومده، واقعیت رو میگی. خانم بهاری جانم، در دنیا، در جهان کثیف‌ترین شهر کرجه. در کل دنیا، در کل جهان. ادامه بدید، ادامه بدید. درود بر شما خانم بهاری. خیلی متشکرم. شما صدای تلویزیونتون لطفا کم کنید که بتونید راحت با من صحبت کنید. خانم بهاری جانم، من در کرج زندگی میکنم. بله بله، ادامه بدید، ادامه بدید. دوست عزیز، من مجبور شدم صداتون رو قطع کنم متاسفانه. دوست داشتم صداتون رو بشنوم، صحبتاتون رو بشنوم، ولی که صدای تلویزیونتون، من صدای خودم رو از تلویزیون خونه شما داشتم میشنیدم، باعث میشه که نتونیم با هم راحت حرف بزنیم. شما هم حتما دقت میکنید که ببینید از تلویزیون صداتون پخش میشه، بنابراین وقت میگذره و شما هم صحبت نمیکنید. فکر میکنم کمی فرصت داشته باشیم، اگر میخواید دوباره تماس بگیرید و صحبت‌های قشنگتون رو با ما هم در میون بذارید. ببینید در دقایق پایانی برنامه هستیم، اجازه بدید اینجا یه مقدار در مورد اینکه راه حل این قضایا چی هست صحبت بکنیم. دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام علیکم. سلام به شما دوست عزیز. شما خوبه؟ خیلی متشکرم، خیلی ممنونم. شما خوبه؟ ممنونم، مرسی. میگم شما درباره تنفروشی برای خانم ها صحبت میکنین؟ بله. اول از اینهای خود کسی حمایتشون نمی کنه. بله درسته. خیلی ها اصلا شوهراشون معتاده، خیلی ها اصلا سرکارن، اصلا یه عادتی شده برای زنا. خدا شاهده تمامی این زنا، اونا که مثلا شوهر دارن، زنا بدبختشون کرده. زنا دیگه وای مثلا تو خیابون آشکار عاشق شوهرها مردم میشن.
چقدر طلاق رفته بالا، چه زن شوهر داشته باشه چه شوهر نداشته باشه، همین واتساپ، تمام این گوشی ها، تمام اینا از خانواده ها مردم همه ریخته به هم. فکر نکن بگی یکی که شوهر نداره یا شوهرش معتاده یا نمیرسونه، اینا همه شده بهانه. حالا یکی میگین بچه یتیم داره بیزیسی کمکش میکنه، یا مثلا کمیته امداد کمکش میکنه، اینا همه دروغه. زن هست جوون خوشگل که قیافش باور که وقتی نگاهش میکنه چقدر تمیزه، ولی وای میسه سر راه آشکار ماشین بلندش میکنه میبرش. خیلی اصلا زنا دیگه اینقدر معذرت میخوام بی ادب شدن که آشکار تو خیابون وای میسن که مردا بلندشون میکنن، دیگه نمیگن طرف شوهر مثلا زن داره بچه داره یا سنش بالاست. مخصوصا دانشجوها داخل ایران چقدر خراب شده، فقط برای پولی کار میکنن، دیگه کاری با عزت آبرو هم ندارن. دست درد نکنه، ممنون. این تن فروشی هم برای همه عادت شده عزیز من. نیازی به فقر و اینا هم نداره، چه داراش چه فقیرش، اینا همه دیگه عادت کردن. کاری هم به جمهوری اسلامی نداره. دستم درد نکنه، مرسی هم عزیزم. خواهش میکنم، زنده باشید. ببینید میگن که زنا وای میسن بدون اینکه فکر کنن مرده شوهر زن داره، شوهر داره، نمیدونم با کسی هست فلان. مرده چی؟ مرده فکر نمیکنه زن داره خودشو میره با یه زن دیگه رابطه برقرار میکنه. ببینید خیلی موضوعات هست که میشه راجع به صحبت کرد و فوری نریم انگشت اتهاممون رو دراز بکنیم روی زنی که یه تلفن دیگه بله میتونیم بگیریم بعد میتونیم تموم کنیم دیگه برنامه رو، اگه همین الان تلفن بشه، اگه نه که دیگه دو سه دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده. به هر حال دوست عزیز صدای شما روی خطه، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم، شما هم خسته نباشید. صحبت من با همین آقایی بود که گفتن که با قول معروف یه خانم رو با چند تا بچه بذاریم زیر پوشش خودمون. بله. این ما امکان داره ایران نباشه، وضعیت کشور ما رو ندونه این حرف زده. بابا ما یکی مثل من شغلم رانندگیه، دو تا بچه دارم، با خدا قسم هر کاری میکنم نمیتونم خرج دو تا بچه مو در بیارم. یعنی اگه یه روز بیکار بمونم شبش باید گوش نباشه. وقت تعجب میکنم ای آقا که یه حرفو میزنه، میگه یه زن و 8 تا بچه سرپرستیشو به قول معروف سرپرستیشو من به عهده میگیرم زنم اجازه بده. بله. الو. بله بله بله، شنیدم صحبتتون رو، خیلی ممنونم، خیلی ممنون. قربان شما. زنده باشین، زنده باشین. ممنون از برنامه‌تون. خواهش میکنم، زنده باشین، زنده باشین. فکر کنم دیگه فرصتی نباشه برای اینکه بتونیم تلفنی بگیریم. اجازه بدید چند تا نکته رو من مطرح بکنم اینجا. گفتم اگر که ما سر کار بیایم، از اول دست واسطه ها رو کوتاه میکنیم. دست واسطه ها باید قطع بشه. واسطه ها همینطور که یکی از دوستانمون اشاره کردن، سهم بیشتری از زنانی که خودشون دارن این کار رو انجام میدن میبرن. و این و علاوه بر این فقط این نیستم، اینی که نگرشون میدارن توی شبکه، مجبورشون میکنن با هر شرایطی تن بدن. وقتی که زنایی رو از ایران برمیدارن میبرن دبی و شروع میکنن باهاشون کار کردن، اگر زنی اونجا به این نتیجه برسه که نمیخواد این راهو ادامه بده، احتمالاً پاسپورتشو ازش میگیرن، سفته ازش میگیرن، نمیذارن به راحتی بگه خداحافظ و برگرده بیاد. و توی شبکه‌های توی ایران هم همینطور نگرشون میدارن، به بهانه‌های مختلف و به دلایل مختلف اینا رو تو اون شبکه نگه میدارن که راه پس و پیش نداشته باشن. وقتی که جامعه به رسمیت بشناسه که این یه شغله، بنابراین حتما باید بیمه داشته باشن، تحت پوشش باید باشن، تحت کنترل بهداشت باید باشن و خیلی نکاتی که الان توی جامعه ایران به خاطر اینکه نباید اصلا راجبش حرف بزنی، نباید بگی شغله، نباید بگی من به درآمدی عده، این چیزا رو زنان محرومن ازش. تو نمیدونی مردی که میره با زنی میخوابه، زن مریضه یا نیست، بیماری ایدز داره یا نداره، نمیدونی اینا رو، یا مرد مریضه یا نیست، یا
یا زنه چقدر کنترل میشه، چقدر کارت بهداشت دارن. به هر حال اینا مسائلی هستش که حتما باید جامعه راجبش حرف بزنه، راجبش صحبت بکنه و راه حل پیدا بکنه. نهایت کار اینه که این زنان یا مردانی که مجبور به تنفروشی میشن، اگر وضعیتی دارن که توی اون فیلم دیدین که شیر خوش برای بچهش میخواد، اجاره خونه نداره، شغل نداره، درآمد نداره، بالاخره باید یه جوری زندگی بکنه، میگه زندگی میخوام بکنم، زندگی میخوام بکنم، اگه اینجوریه دولت موظفه اون رو پوشش بده و تأمین بکنه و این انسانها رو همونطور که برای معتادین ما داریم میگیم باید کمک کرد این انسانها برگردن به زندگی سالم، به زندگی خودشون، به زندگی که خودشون میخوان و بتونن راحت زندگی بکنن و سالم زندگی بکنن. به هر حال من فکر میکنم اگر میخوایم جامعه‌ای داشته باشیم که جامعه محترم باشه، شهروندان اون جامعه اشخاص محترم باشن، شهروندان جامعه اون شهروندان محترم اون جامعه باشن، باید و فکر میکنم راهی نداشته باشیم برای اینکه مبارزه بکنیم. برای اینکه مبارزه بکنیم و مبارزه‌مون به نتیجه برسه، باید حزبی رو داشته باشیم که بتونه سخنگو و بیان کننده اهداف و آمال ما باشه. حزب ما اون حزب هست. بیایید دستتون رو تو دست ما بذارید، حزبتون رو پیدا بکنید، بیایید توی اون حزب، فعال این حزب بشین و با ما تلاش بکنیم، با هم تلاش کنیم که جامعه انسانی بسازیم. تلویزیون کانال جدید رو تبلیغ کنید، به دوستانتون معرفی بکنید، هر جا که میرسید میتونید رو کاغذهای کوچیک سایت ما رو بنویسید، کانال ما رو تبلیغ بکنید و تلگرام رو تبلیغ بکنید و بگید که با ما، دوستانتون هم با ما در ارتباط قرار بگیرن. دوستان عزیز، به پایان برنامه میرسیم. تشکر میکنم ازتون از اینکه تلگرام، بله اشتباه گفتم، تلگرام رو معرفی بکنید و از طریق تلگرام با ما هم در ارتباط باشید. تلگرام میتونید از طریق این برنامه مستقیماً با کارکنان تلویزیون صحبت بکنید و سوالی دارید، نکته‌ای دارید مطرح بکنید و حتی خبر میتونید برای ما بفرستید، از این طریق میتونید فیلمای کوتاه برای ما بفرستید و به هر حال خودتون بشین یک فعال این عرصه. امیدوارم که برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. ممنونم از شما از اینکه در برنامه شرکت کردید، دخالت کردید، زنگ زدید و میخوام بگم که من سیما بهاری با همکارانم جمیل فرزان و آذر پویا که در بخش اپراتوری و پاسخ به تلفن ها بودن، برای شما شب و روز خوبی آرزو میکنیم. سربلند باشید.